میگم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه مستقیم ما باشید. موضوع برنامه همونطور که رو صفحه تلویزیون میبینید زندگی مردم و تبلیغات پوچ دولت روحانی. حتما گفتنی زیاد هست، خیلی از شما نکات بسیاری دارید برای اینکه بیاید تو این برنامه شرکت کنید و حرف بزنید. به هر حال قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم چند خبر رو به اطلاعتون میرسونم. یکی، اخبار اعتراضات کارگری گسترده است تو کارخانجات مختلف. کارگران شهرداری احواز تجمع داشتن، دستی یک شهر و کارگران فولادی رو چدن تجمع داشتن در 28 شهریور. کارگران چینی بهداشتی روز تجمع داشتن و اعتراض داشتن. کارگران شرکت پامیتکو گفتن که تا 17 مهر اگه جواب نگیرن تجمع میکنن. کارگران مجتمع کشت و صنعت مهابات تجمع داشتن. کارگران معدن چشم پودنه، کارگران FPC پتروشیمی امیرکبیر، اینا بازنشستگان فرهنگی مقابل نهاد مقابل دفتر روحانی تجمع داشتن. اینا از اعتراضات و البرز تجمع داشتن، کارگران پارس متال تجمع اعتراض داشتن. همطور که گفتم اعتراض گسترده است. در رابطه با کارگران زندانی و معلمان زندانی باز خبرهای مختلفی هستش، از جمله بعد از جان باختن شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر اعتراضات گسترده صورت گرفت. مراسم اون بیشتر 3000 نفر شرکت کردن و شعار دادن و مراسم اعتراض بود و گفتن که ما در گذاشت اون رو پرچم برای ادامه راه اون و برای مبارز برای زندگی انسانی تبدیل میکنیم. تو سطح جهانی کارزار رو در ما در دستور گذاشتیم. جریانات مختلف انسانهای آزادی خواه تو همین سطح تلاش کردن. تا همینجا کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC، سندیکای کارگران CGT، شاخه بوستاگون، اتحادیه کارگران CNT در فرانسه، کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد، اتحادیه سراسری کارگران حمل و نقل سوئد، فدراسیون بین المللی کارگران ساختمان و چوب، فدراسیون شوراها و اتحادیه‌های کارگری در عراق، اینا پیام دادن، اظهار تأسف کردن، به خانواده شاهرخ زمانی و همگان تسلیت گفتن و خانه آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و معلمان دربند شدن. و در این حال تجمعات، پیکت های اعتراضی تو کشورهای مختلف داشتیم، در آلمان، در کانادا، در انگلیس، در سلیمانیه عراق و در سوئد، در چند شهر سوئد پیکت های اعتراضی بود در این رابطه که این اعتراضات ادامه داره. علی نجادی از فعالین و رهبران سندیکای نشکر هفت‌تپه در 24 شهر دستگیر شد که در این رابطه اطلاعی های مختلف اعتراضی داده شد و ما هم تلاش کردیم صدای اونو به نهادهای بین‌المللی برسونیم. رسول گداخی به 3 سال دیگه حبس زندان محکوم شد. معلمان کارزاری رو در دفاع از معلمان زندانی به زندان سیاسی به راه انداختن و برای اون در تدارک اعتراض هستن. از جمله در مدیای اجتماعی ما اطلاعی از سوی کانون‌های صنفی شهرهای مختلف رو دیدیم که در اون اطلاعی اعلام میشه که برای 13 مهر روز جهانی معلم تجمعات خواهند داشت مقابل آموزش پرورش در تهران و شهرستان ها که خاص اولشون آزادی معلمان زندانی هستش و در این حال خواست افزایش حقوقشون به بالای خط فقر و تحصیل رایگان دیگر خواسته مهمه معلمان است و تو بیانیشون هم به خواستشون که با تبعیض علیه معلمان نسبت به دیگر کارمندان دولت از بین بره
و مدارس باید یه سطح استانداردی از آموزش داشته باشه، تشکلشون رو باید داشته باشن، باید که معلمان زندانی آزاد بشن، رو موارد از این جمله تاکید شده. محمود صالحی به 9 سال زندان محکوم شده که این هم باز از موضوعاتی که در همین کارزار در دفاع و کارگران زندانی در جریان هست و ما سعی کردیم این رو به اطلاع نهادهای بین‌المللی برسونیم. همینطور در 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جایزه رها به 7 نفر از فعالین حقوق بشر در ایران داده شده، از جمله به فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده، فعال دفاع از حقوق در عضو کمیته پیگیری و ایجاد تشکل‌های کارگری که 5 سال در زندانه، علی‌رغمی که دوره زندان اون که محکوم شده و به خاطر مبارزاتش محکوم شده بود تمام شد، دوباره 7 سال و 10 ماه دیگه بهش زندان دادن. و بهنام از زندان به این حکم اعتراض کرده و خواسته صداش جهانی بشه. نامه بخش از نامه اعتراضی بهنام در این برنامه خونده شد. علی مطمئن یکی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای کارگری در آلمان به نمایندگی از بهنام ابراهیم زاده این جایزه رو گرفت و اونجا در مورد وضعیت بهنام صحبت کرد و همچنین به وضعیت نابسامان و فشارهایی که در زندانها بر روی زندانیان میاد اشاره کرد، از جمله به مورد مرگ شاهرخ زمانی. و همینطور در رابطه با معلمان دیگه همونطور که گفتم کارداری در جریان هست. رسول بداقی الان در زندان از معلمان، علی اکبر باقانی در زندان هستش و علی رضا هاشمی در زندان هستش، منصور موسوی که اخیراً دستگیر شد از معلمان زندانی، مهدی بهلولی، محمد رضا نیک نژاد و عبدالرضا قنبری و اسماعیل عبدی و همینطور از کارگران زندانی محمد جراحی و علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده از جمله کارگران زندانی هستند که کارزاری برای آزادی کارگران زندانی، زندانیان سیاسی و معلمان زندانی الان در جریان هستش. اما اجازه بدید به موضوع برنامه بپردازم. زندگی مردم و تبلیغات پوچ و توخالی دولت روحانی که خود شما بحث معرف حضورتون هست، با چه جنجال و با چه حیاهو ساز دهولی گفتن روحانی اومده، سعی کردن مردم رو منتظر به نگه دارن، سعی کردن که با بعد اینکه اقتصاد شکوفا خواهد شد، تورم کاهش خواهد یافت، نمیدونم گشای سیاسی خواهد شد، به خصوص رسانه‌های مثل بی بی سی، اینا خودتون در جریان هستید، ولی اینا همه یه هفته بیشتر نکشید و مردم واقعیت زندگی مقابل مردم هست و ما با اعتراضات گسترده معلمان رو برو بودیم، با اعتراضات گسترده پرستاران رو برو بودیم. درست در کوران مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و غرب ما اعتراضات گسترده هزاران معلم رو تو خیابان‌ها داشتیم، اعتراضات گسترده کارگری رو داشتیم، چون واقعیت تغییر نکرده، واقعیت همچنان همون جهنم جمهوری اسلامیه. دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، بیکارسازی ها، نپرداختن دستمزدها، عدم امنیت، بالا رفتن هر روز میزان اعتیاد، ایدز، نمیدونم تعداد کودکان کار و خیابان، همه اینها بر جای خودش باقی و مردم در به امان اومدن و مردم نمیتونن این وضعیت رو ادامه بدن. به حال صحبت میکنم بیشتر، کانال جدید بفرمایید. درود بر شما خانم دانشور، خسته نباشید. به خانم محترم شما درود به شما. بفرمایید که والا حقیقت این زندگی فقط شده برای ما بیچارگی و بدبختی، زندگی نمی کنیم. یه قولی مثل گرونی و تورم هم دستان میتونه مردم نزن مفس بکشن، هیچ راه جرو هم ما نداریم. این آقای روحانی که بقول من رو حرفش پوچه، که اصلا خودش هم پوچه، خودش این خیمشتر بازی دست خامنه‌ای و رفسنجانی و محسن رضایی، یعنی هیچ کاری انجام نمیده، فقط قول و قول و اون حقی که اونا بهش دیکته میکنن و میگه و
بعد به روی کدام از صحبتش هم با نمیشه، یعنی گرونی رو گرونی، تورم رو تورم، اعتیاد روی اعتیاد، هیچ چیزی، یعنی هرچی که میگن پوچه، واقعا هم پوچه، و اون گرونی و اون بدبختیش برای مردم مونده و فلاکتی که ما داریم بکشیم، اصلا دیگه زندگی نمی کنیم، شدیم هر چیزه به قول معروف با پنبه دارن سرمونو میبرن. بله خب با چی کار کرد؟ شما خودتون چه تاکیدی دارید؟ چه فراخانی دارید به مردمی که صدای شما رو میشنوند؟ بله فراخان من اینه که خب من که واقعا خود من به نوعی هیچ امیدی ندارم به وضعیتی که تو ایران دارم، فقط امیدم اون کانال جدیده که اون یه تصویری یه راهنمایی هایی از کانال جدید ببینه و ادامه بده این مسیری که کانال جدید میگه، در این هم تدبیر خاصی ندارم. یعنی من خب همین امیده، همین که شما میگید امیده دیگه، بالاخره ما میگیم میشه اعتراض کرد، ما میگیم نمونه های اعتراض معلمان هست، نه همین شاروخ زمانی رو تو دان جان میبازه، میبینی تو مراسمش کارگران هفت شکل میان تجدید دقیقا به صحبت های و ایده های شما رو پیروی کنن تا بتونن به قول من یک بار برای یک بار بریزم بیرون و خیال همه رو راحت این برای یک مرتبه بیان کنن که بتونن نسل های آینده چیز بشن به قول گفتنی در آرامش و صفا باشه. درود به شما. بله تنها راه همینه. متشکرم. درود به شما. دقیقا الگوهایی که امروز جلوی چشم ما نشون میده میشه تجمعات گسترده به پا کرد، میشه اعتصابات گسترده به راه انداخت، میشه سازمان پیدا کرد، میشه اطلاع رسانی کرد و همه اینها رو خود مبارزات خود شما مردم داره نشون میده و با همین عزم راسخ که ایشون همین شکل باید اما جلوم بشه. و امروز افزارهای مثل مدیای اجتماعی هست که میبینید معلمان از طریق اون فراخانهاشون رو میدن، از طریق اون گفتمانهاشون رو میدن، از طریق اون تشکل و اعتراض و سراسریشون رو میدن و متشکل و متحد میستن سر خواستاشون. ببینید روحانی تو 29 شهریور تو پنجمین نشست مشترک دولت و مجلس میگه که سال 93 رو که سال سختی بود با نفت بشکه بالای 100 دلار آغاز کردیم و با قیمت حدود 50 دلار در هر بشکه به پایان بردیم، در حالی که امسال از ابتدا کار را با نفت حدود 50 دلار آغاز کردیم و نمیدونم تا پایان سال چه وضعیتی بر بازار نفت حاکم خواهد شد. و بعد میگه که اگر در مذاکرات هسته‌ای طرف مقابل زیاده خواهی نکند و گفتگوهای در چارچوبی که مد نظر داریم به پیش رود، باز هم آثار اقتصادی آن در کوتاه مدت نموده چندانی نخواهد داشت. آب پاکی می‌ریزه رو دستم. باز هم نموده چندانی نخواهد داشت. و بعد ادامه میده که درست میگه با این اقتصاد ضرب داغون و این وضعیت و این بخور بخور و این دزدی‌هاش معلومه که نموده چندانی نخواهد داشت. مگه پول نفت رو میارن تو سفره مردم؟ مگر حالا بقیهش تو توضیح میده که من بیشتر باز میگم. و بعد میگه که بخشی از مشکلات کشور به طور طبیعی ناشی از تحریم هاست و میگه که اگرچه تقریبا از رکود عبور کردیم، اما اگه بخوایم کشور رونق یابد نیاز به جذب سرمایه خارجی و داخلی داریم. بسیار بنابراین همه برنامه روحانی معلومه جذب سرمایه خارجی و داخلی. خب برای اینکه سرمایه های خارجی و داخلی رو جذب کنه باید چه کار کنه؟ باید کار از گرده کارگر بکشه، باید ساعت کار افزایش پیدا کنه، باید که استخدام های بردوار قراردادی موقت ادامه پیدا کنه، باید یعنی بهشت کارفرمایان و سرمایه‌داران کارگر صداش در بیاد تحقیق بفراد، باید این بشه. یعنی باید ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و اجرای کامل سیاست ریاضت اقتصادی باید بشه که این دولت بتونه تازه سرمایه های خارجی رو جذب کنه. منطور برای همون جذب و اون سرمایه ها هم باز کار به این آسانی نیست. بخور خودشون 10 تا باند و فرقن، دعواهای کلون دارن، رقابتهای کلون دارن سر ثروتهای جامعه، سر پولایی که باید به جیب بزنن. سپاه پاسدارها خودش یک مدعی تمام عیار
بخشی بزرگ از اقتصاد این کشوره. هر کدومشون با بنیاد مستضعفان و بنیاد نمیدونم تأمین اجتماعی و ناجا و انواع اقسام، هر کدوم دارد مرکز اقتصادی خودشون رو دارن و در این حال دستگاه نظامی خودشون رو دارن. همین اخیراً فرمانده سپاه پاسداران میگه که قرار نبوده کار ما فقط مسئله امنیتی باشه، ما تو اقتصاد و سیاست هم کار داریم. و یکی از دعواهای دولت و سپاه پاسداران و مجلس همین هاست. و بعد توافقات یکی از بحثایی که بود این بود که این وسط بیشترین سرمایه سود آید سپاه پاسداران میشه. بنابراین تو این آشفت بازار، تو این راندخوری، تو این بخور بخورها کدوم سرمایه است که میتونه جذب بشه و امنیت داشته باشه و کارش بکنه؟ و تازه برای منتها خب بالاخره میخوان امنیت سرمایه رو برقرار کنن. امنیت سرمایه یعنی حق اعتصاب نباشه، حق تجمع نباشه، حق اعتصاب نباشه، حق اعتراض نباشه. با همین داری کارگر رو دستگیر میکنه، حکم نمیدونم رسول بداغی رو سه سال بیشتر بهش حکم میده، بهنام ابراهیم زاده رو 7 سال بیشتر حکم میده، محمود سالایی 9 سال حکم زندان بهش میده، معلم رو دستگیر میکنه. اما مگه جامعه ایستاده و تماشا میکنه؟ مگه کارگر ایستاده و تماشا میکنه؟ مگه معلم ایستاده و تماشا میکنه؟ دستگیر میکنن، معلمان میگه سیزده من میان بیرون رو اعتراض سراسری میکنیم برای آزادی معلمان زندانی و همه زندانی ها سیاسی. فشار میاره تو زندان جلوی چشم کارگران، همبندان شاهرخ زمانی جونش رو از دست میده، کارگرها جمع میشن و میگن زانوی غم به آغوش نمیگیریم و این مرگ این عزیز رو به پرچمی برای ادامه اعتراض تبدیل میکنیم، به تجمع اعتراضی میکنن و این اعتراضات ادامه داره و پرستاران اعتراض میکنن. جنگه تو این جامعه، جنگ، مردم نمیتونن این وضع ادامه بدن، مردم نمیتونن این وضع فقر و فلاکت و دستمزد چند بار زیر خط فقر و بیکارسازی رو ادامه بدن، ممکن نیست. میگه که روحانی تو صحبتاش میگه در ادامه مسئله میگه که مشکلات مضاعف شده، از طرف دیگه مشکلات اساسی نیست در مثل اینکه صدای من رو خوب ندارن، اتاق فرمان گفتم بله میکروفون من. روحانی میگه که امیدوارم اتاق فرمان صدا خوب شده باشه. میگم مشکلات اساسی در ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم که در کوتاه مدت قابل حل و فصل نیست. اینم از این. بنابراین مشکلات اقتصادی سیاسی دارن، یعنی دعوای خودشون. از اون برم که خب یه اقتصاد این جامعه بخش عظیمش رو نفته، دعواهاشون تو منطقه، دعواهاشون با عربستان سعودی، پایین اومدن قیمت نفت، یه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، اینم یه داستان دیگه. و بعد میگه در مدت حدود 20 ماه سپری شده دولت یازم موفقیت خوبی در عرصه اقتصادی داشتیم و توانستیم تورم را به شکل چشمگیری کاهش دهیم و اینکه تک رک می شدن نرخ تورم تا پایان دولت یازم از اهداف مهم ماست صحبت میکنه و از این به بعد منتها بعدش میگه البته از این به بعد روند کاهش تورم کندتر خواهد شد، یعنی کاهش هم پیدا نخواهد کرد. خب بعد ادعاشون اینه و تورم آوردن پایین، شما مردم بیاد بگید چقدر تورم اومده پایین؟ نمیشه ادعا کرد. آیا قیمت مواد غذایی اومده پایین؟ آیا قیمت مسکن اومده پایین؟ آیا قیمت پوشاک اومده پایین؟ آیا تغییر تو زندگی مردم کرده؟ آیا دستمزد کارگر رفته بالا؟ آیا دستمزد معلم رفته بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ فقط و فقط تبلیغات توخالی و پوچ و که جنجالی که به پا میکنن حول این تبلیغات که رابطه جمهوری اسلامی با غرب، همه هدف جمهوری اسلامی با بنبست اقتصادی روبرو شده، مجبور شد پایین جام زهر بره. و خب روحانی
به طور استراتژیک این راه حل نجاتی برای جمهوری اسلامی میدونه و میگه باید تعامل با دولت ها کرد و برای نجات جمهوری اسلامی. خامنه ای هم میگه خب الان که مشکل اقتصادی تحریما برداشته بشه ولی که خط قرمز ها رو داریم، دعواشون سر خط قرمز هاست. همین تو همین نشست دعوا سر خط قرمز ها بالا گرفته، بحث سر خط قرمز ها بالا گرفته، بحث سر اینکه ما تو منطقه سری داشتیم و باید سری داشته باشیم بالا گرفته. و میگه حقوق هسته‌ای تنها خاص ملت ایران نیست، مردم در زمینهای مختلف نظیر بانک و ارتباطات تجاری با دنیا و حضور سرمایه خارجی و ایجاد رفاه و ورود فناوری و ایجاد اشتغال حق دارن. بله، ولی که اشتغال و رفاه کی میاد؟ با قول ایشون سرمایه ها بیاد. سرمایه ها بیاد برای جذب سرمایه باید چیکار کرد؟ باید مثل تو اصلویه کارفرمای اومدن قانون گفتن که هر که اعتصاب کنه اخراج میشه. هم کارگرا هفته بعدش اعتصاب کردن و جواب این مزخرفات رو دادن. سیاست دولت روحانی، سیاست جمهوری اسلامی ریاضت اقتصادی و مردم قبول نمی کنن. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم، کافشن نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. امیدوارم این عرض موضوع شما الان دولت روحانی یک دولت کلاهبردار و پدرسوخته است. روز اول به ما یک شیری رو نشون داد که من نمیدونم کاری براتون میکنم فلان میکنم. اصلا به طور کلی بهتون میخوام بگم این رژیم دست نشانده روسیه شوروی است. این رژیم حالا هیچ کاری برای ملت نکرده و به جز گران فروشی و کلاهبرداری رو نمیدونم هزار کارهای چرت و پرت برای ملت کرده. ما دولت ملتیان روی خوشی از این رژیم نداریم. زمانی که ما مثلا نه بنزین و لیتر 400 تومن و 1000 تومنش بردن، نه چای ایران برای ما خوب بود نه این رژیم برای ما خوب بود. اگر واقعا چای ایران دست نشانده آمریکا بود، ایران دست نشانده روسیه هست. این یکی میخوام بگم، یعنی ایران ما هنوز دارد در اون عمری که من دارم دولتی که واقعا دولت باشه برای ادالت انجام بده برای ملتیان نیومده که ببینیم ما چی کار از این اینا. الان تو دنیا داره فتنه میشه، مثلا یمن تو چی کار داری به یمن، یا مثلا سوریه شما چی کار داری به سوریه. بعد وقت برو به ملت خودت رو برد، مرو ملت خودت رو سیر بکن. ملت خودت الان گرسنه و بدبختی دارد میکشد. بیچاره تو خبول مملکت چرا خرج اینا میکنی؟ چرا کشوران با خودت رو بد کردی به خاطر یمن؟ چرا کشوران خودت رو بد کردی به خاطر سوریه؟ غیره و غیره. عراق میخواد چیکار میده؟ نه عراق بود هشت سال ایرانی میزد ایرانی رو کش، زن مردم بیره کرد. چیکار داری به اینا؟ برو ملت بده پول به ملت بده، برو دولت امارات تو نگاه بکن برای مواطنش، برای زندگی داره درست کرده، خونه درست کرده، جمعی چه چیزایی نکرده. اینا به جز دارن پول بیت المال ملت رو کشیدن بالا. چرا؟ چرا اعصاب مردم رو دارن داغونی کنن؟ ملت ایران الان ملت ساده بدبختی هست. ملت ایران یعنی زبون نداره. اگر ملت ایران زبون داشت ایران ارده نداشتن. تا دیگه معمول الان برای ما شده اینجا تو ایران دولت، یعنی ما زبون نداریم. اگر یه چیزی بفروشید جلو ما رو میگیرن، میگه شما سد معابر، بس ما داریم دزدی بکنید، بس ما داریم کاکشاف بفروشید، چه کار بکنید؟ بله، متشکرم، خیلی ممنون از این همه اعتراض و از این همه فریاد. درود به شما، متشکرم، زنده باشید. خب راه حلش همین داد زدن ها و همین اعتراض کردن ها و متشکل شدن و تجمع کردن و حمایت از مبارزات همدیگه و حمایت از معلمان، حمایت از پرستاران، حمایت از کارگران، مبارزه برای آزادی. راه حلاش ایناست و بیشتر صحبت میکنه و این مبارزات وجود داره. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشمند، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. میگم ما باید از یه جا باید شروع کرد، اینجوری نباید بیخیال باشم. اینا این همه در تقصیر ما میمینه، این داری کاری نمی کنم. بله، اینا چیشه سال مردم ایرانی داری گشتن نگه داشتن، مردم ایرانی احتیاج کشوندن،
هر ششم حد بزنی آخوده دارم میگیرن میکشن. باید از یه جا شروع کرد، از یه جا باید شروع کرد. اینجوری بخیر باید باشم. خدا بله، درود به شما. بله از یک جا باید شروع کرد و به نظر من این نکته مهمه. تصمیم باید گرفت. اعتراض وجود داره. اینکه هر کسی رو شروع کنه اینا میگیرن و میکشن، خب اگه هر یک نفر باشه فرق میکنه، ولی اگه همه ما مردم اگه متشکل سازمان یافته اعتراض بکنیم، غلطی نمیتونن بکنن. و راهش اینه و تو این با این تصمیمه، با این مبارزه است، با این سازمانیابیه، با این اعتراضاتی که میشه کلک این رژیم کند و میشه اینا رو سرنگون کردش. برای این بس اول همینه که قدرت خودمون رو باور کنیم، بدونیم که میتونیم. نمونه هاشو دیدیم، میدونیم که میشه تجمعات هزاران نفره کرد، میدونیم میشه که اعتصابات گسترده سراسری کرد و بدونیم که امکانش هست. تو کشور همسایمون، تو کشور عراق ببینید، مردم به خاطر سوخت به قطع برق اعتراضات شروع شد و یک مرتبه شهرهای مختلف رو گرفته و مردم با خواستاشون با شعاراشون دارن میگن نه قوم، نه حکومت قومی میخوان، نه حکومت مذهبی میخوان، یه حکومت سکولار میخوان، یه حکومت انسانی میخوان، عدالت میخوان، برابری میخوان، برابری زن و مرد میخوان و هی قدم به قدم جلو میرن. و مبارزات در عراق هم وقتی پیروز میشه که مردم از تو دل این مبارزات، مردم با تشکلهاشون، با سازمانهاشون، با تداوم مبارزاتشون بتونن مناطق رو به تصرف خودشون در بیارن، کل کشور رو به تصرف خودشون در بیارن. دوستمون درست گفت، گفت نه زمانش نه الان، ما هیچ دولتی نداشتیم که زندگی ما رو جواب بده. دقیقا همینه. و منتها مسئله اینه که چه نوع دولتی باید داشته باشیم که بتونیم رفاه داشته باشیم و آسایش داشته باشیم و خودمون تصمیم بگیریم و زور نگن. و اون دولت خود ما مردمه، حکومت شوراهاست. فکر نکنید که ممکن نمیشه اینا. اگه تردیدی هست بیایید صحبت کنیم در موردش. اینا شدنیه. اگر ما تو میدون باشیم، اگر دوباره فکر نکنیم که یکی میاد ما رو نجات میده، اگر منتظر نسخه از بالا پیچیده نباشیم، اینکه بگن خب حالا برید و الان فردا مجلس فلان تشکیل می شود و قانون گذاشته می شود. نه خیلی، ما خودمون قانون گذاریم. کی؟ اگر هر کسی گفت قانون گذاشته می شه برید جوابتون رو می دیم، همش برای اینه که شما رو به خونه بفرستن و دوباره سوار سرتون بشن. بنابراین خود ما باید قانون بذاریم، خود ما باید اجرا کنیم، خود ما باید امنیت جامعه رو داشته باشیم، ما باید با قدرت خودمون حکومت رو سرنگون کنیم. بنابراین اینا ممکنه. ارزش مبارزات همین امروزمون رو بدونیم. مبارزات کارگری تو این کارخونه و اون کارخونه فضای شهرها رو عوض کرده، جمهوری اسلامی رو به وحشت انداخته. میترسن از انقلاب مردم، میگن فتنه در پیش است، میگن بحران در پیش است، اعتراض در پیش است. و این یکی از معضلاتشونه. بنابراین بدونیم که ممکنه و قدرت خودمون رو به رسمیت بشناسیم تر این مسئله. دوستان زنگ بزنید و بیاید صحبت کنید. باز من در ادامه همین مبحث میخوام به صحبت و بحثای خودشون بپردازم. سه ماه قبل کیهان تو یک گزارش میگه وضعیت سهامداران بورس و آنها که سرمایه و هستیشان را با درخواست و اصرار دولت مردان و شخص رئیس جمهور به بازار سرمایه آوردن روز به روز بدتر میشود. ورشکستگی و احساس پشیمانی از اعتماد به بدعا تنها دستاورد کسانی است که شعارهای انتخاباتی مبنی بر استفاده دانش و سواد متخصصان را باور کرده بودند. به جز آنها مردم دیگری که نه در بورس سرمایه دارند و نه در جای دیگر، برخلاف آنچه گفته شده و برای جشن گرفته می شود، گرانی مکرر کالاها و خدمات عمومی و دولتی را با همه وجود لمس می کنند و معلوم نیست آن همه هیاهو چه کار کردی داشته باشد. ببینید تو دعوای خودشون دارن میگن پوچی و دروغی، ادعاهایی که تورم را آوردیم پایین، اقتصاد را فلان کردیم، همه اینا پوچ. خود روحانی هم داره میگه اینا کوتاه مدت نیست. خب باید گفت جناب روحانی
جمهوری اسلامی مردم تا کی صبر کنن؟ 30 چند سال گذشته تا کی صبر کنن؟ از صبر کردن و دل بستن به این وعده ها یعنی اینکه فرصت دادن به جمهوری اسلامی که بزنه، بگیره، زندان کنه، اعدام کنه و اون وقت بار خودشو ببنده. سیاست دولت روحانی همونطور که خودش داره اینجا میگه، خودشون دارن میگن، نمایندگان مجلس دارن میگن، تو همین نشستی که خدمتتون عرض کردم مسئله اینه که تولید را بیفته، اینکه بخش خصوصی را بیفته، اینکه نمیدونم سرمایه خصوصی جذب بشه، سرمایه داخلی، یعنی سرمایه داران بتونن بچاپن کارگران، معلمان و کل جامعه رو، یعنی ریاضت اقتصادی، دستمزد کم، یعنی بیکارسازی، یعنی هر کاری سرمایه دار میخواد بکنه دستش باز و آزاد باشه. قوانین هم در همین جهت تصویب میشه. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم باشم. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. خانم باشم، میخواستم بگم این دولت ایران به خصوص این دولت اعتدال اصلا به مردم توجه نداره. خدا قسم مردم در فقر بسیار بسیار فراغت بایدن به سر میبره. به خدا دیگه یعنی یک جوری کردن که همه رو شرمنده ازن و بسیارشون کردن به قرآن. بله. بازم آخر این ملتی که این همه کشوری که سرمایه داره، این همه امکانات، آخه واسه چی ما مردم باشیم؟ آخه گناهمون چی مگه؟ بله. بشر مگه اینه؟ بله. شما فکر میکنید چی کار باید کرد؟ خب من صحبت ها میکردم، شما نظرتون چیه در مورد بحث مردم؟ مردم توی خواب عمیق فرو رفتن، اصلا مردم ککشون هم نمیگرده. بابا ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن، نون شب محتاجن. برو کنار این خیابونا رو نگاه کن، این جوون یک جوون چی بودم آخه؟ بله. از فشار زندگی، از بدبختی روزگار رفتم معتاد شده. بله. آقا یه جوانی که نه آینده داره، نه زندگی داره، نه کار داره، نه شغلی داره، چیزی نمیخواد تشکیل خانواده بده. بله. فردا تشکیل خانواده بده آقا شن تشکیل که چی بشه آخه؟ خب ما میگیم که میشه اعتراض کرد، ما میگیم که باید از مبارزات هم دیگه پشتیبانی کرد، ما میگیم میشه علیه بیکاری مبارزه کرد، ما میگیم میشه علیه اعتیاد مبارزه کرد، ما میگیم راه عقب زدن سرکوبای جمهوری اسلامی همینه. بله. خانم دانشمند، تا دست در دست هم ندیم ما ایرانی ها، تا با هم متحد نشیم، با هم باید متحد باشیم و ریشه این آخوندها رو از این ایران بکنیم. زنده باد. خدا بدبختمون. بله. صبح به صبح تباول بدبختی، کانال تلویزیون باز میکنید 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، 10 میلیارد اختلاف شده. بله. آخه این مملکت اصلا صاحب نداره. بله. مثل به فکر این مردم و بخشای نیست. بله. هر شرایط این مردم تو تحت هر شرایط این مردم بیچاره نمیدونم به خدا این مردم خوابن یکی اینا رو میخواد دیدار کنم. آخه به هر حال بله. بله. متشکرم، ممنون، لطف کردید. بله، خب نکات درستی تو صحبتتون بود، ولی با اینکه میگید مردم خواب هستن من موافق نیستم. اعتراضات معلمان رو نمیبینید، اعتراضات پرستاران رو نمیبینید، اعتراضات کارگران تو کارخانجات مختلف نمیبینید، حجاب برگیران پدر جمهوری اسلامی در آورده، نمیبینید چه فضاییه؟ خودشون میگن مساجد دیگه خالیه، خودشون میگن که نمیدونم نظام رفت و اسلام رفت و همه چی، خودشون میبینن که قوانین ارتجای اسلامیشون هر روز داره زیر پا گذاشته میشه. جوانا رو ببینید تو حکومتی که موزیک ممنوعه، نمیدونم شادی کردن ممنوعه، جوانا میان کارنوال موزیک تو خیابونا را میدازن. بنابراین در رابطه با محیط زیست این همه اعتراض هست، این همه سر ورزش زنان، سر مسئله رفتن به استادیوم، سر حجاب برگی، انواع اقسام عرصه مردم دارن تن به تن و تو عرصه های مختلف می جنگن. بنابراین مردم خواب نیستن، دارن می جنگن. مسئله اینه که چطور چه بکنیم که این مبارزات تبدیل به قدرت بکنیم که سراسری باشه و کلک این حکومت رو بکنه.
مسئله اینه، راه حل. و برای این میخوام بگم به جای این که میدونید جمهوری اسلامی میخواد همین فضا فراهم بشه که بگیم نمیشه، بگیم که مردم خوابن، حکومت تا یکی تکون بخوره حکومت اعدام میکنه، زندان میکنه. جمهوری اسلامی میخواد همین تبلیغات رو بیاره در کنار این که صبر کنید، حالا فعلا درست وقت میخواد، به این زودی درست نمیشه، به چند ماهی باید وقت بشه، 6 ماه باید وقت بشه، سرمایه باید بیاد، تو نمیدونم. در کنار این نوع تبلیغات و اون وقت جنجال این که انشالله شکوفا خواهد شد، سرمایه تحریما برکنار خواهد شد، دولت رو جشن میگیرن، همین الان جشن گرفتن، روحانی میره آمریکا و اینا، در کنار اینا اون وقت این تبلیغات هم به خورد جامعه میدن که نمیشه، میزنن، اعدام میکنن، سرکوب میکنن. ولی نگاه کنید واقعیت جامعه رو، نگاه کنید، واقعا نگاه کنید، ببینید چقدر اعتراض است، ببینید خود چقدر مردم دلشون میخواد کاری بکنن. خود شما دارید فریاد میزنید میگه باید کاری کرد، خود شما، تک تک شما که اومدید اینجا، من حرفاتون گوش میدم، همه میگید باید بالاخره کاری کرد، باید این وضعیت رو تمام کرد. و تو شرایطی که مردم میخوان سر به تن این حکومت نباشه، تو شرایطی که مردم به هر به کل وجود این حکومت، همونطور که دوستان اومدن صحبت کردن، از روحانی و خاتمی و رفسنجانی و تک تک اینا میخوان سر به تن تک تک اینا نباشه، میخوان کلیت این حکومت بره، میخوان یه جامعه آزاد انسانی داشته باشن. خب همه اینا یک دستمایه، یه ماتریالی هست برای اینکه بتونیم رو این انقلابمون رو بسازیم، امید بسازیم، آینده روشنی رو مقابل خودمون قرار بدیم. بله قطع شد مدن. برای همه اینا این رو به ما میگه. من میخوام بگم شما درست میگید، اینا دزدن، شما درست میگید اعتیاد زیاد شده، نمیدونم تنفروشی سنش پایین اومده، فرق بیشتر شده، همه اینا درسته، تورم زیاد شده، همه اینا. ولی انتظار ما اینه که شما عزیزانی که میایید همین حرفای درست رو میگید و اعتراضتون رو بیان میکنید و فریادتون رو بیان میکنید و جمهوری اسلامی رو عامل همه این مصائب و بدبختی ها میدونید، بیاد بگید من به عنوان یک جوان میخوام علیه بیکاری اعتراض کنم. بیاد اینجوری حرف بزنید رو برنامه. بیاد بگید من به عنوان یک کارگر میخوام نمیدونم حقم رو بگیرم. بیاید فراخوان بده بگه کارگران در فلان شهر در فلان جا ما اعتراض میکنیم، ما حق و حقوق ما، بیاییم بگیم ما باید میخواییم میپیوندیم به اعتراض وسیع برای خاص افزایش حقوقا. بیاید بگید که ما از مبارزات معلمان دفاع میکنیم برای تحصیل رایگان و افزایش حقوقاشون و آزادی معلمان زندانی زندانی سیاسی. بیایید اینجا اعلام کنید و بگید که ما ایستادیم و زندانیان سیاسی رو رو چشممون میذاریم و همشون باید از زندان آزاد بشن. میخوام بگم با این روحیه باید صحبت کرد، دردا و مشقات و مصائبمون رو ببینیم و بر اساس اون قدم بذاریم برای مبارزاتمون جلو و بدونیم که جلوی سرکوبگریای حکومت رو با اعتراض مبارزه میشه که زد کنار. راهش اینه. همه شما با من و همه ما با هم دیگه هم کلامیم، وعده های پوچ دولت روحانی به ویژه و این دهلوکرنایی که راه انداختن، چه مدیای بورژوازی جهانی، بی بی سی، سی ان ان، نمیدونم همه همه و تیفی از اپوزیسیون درون حکومت، همه و همه نگاه میکنید همینجوری تبلیغات میکنن، دولت روحانی، دولت اعتدال، دولت تدبیر. و تدبیر و امید چیه؟ دولت تدبیر و امید چه امیدی رو برای کارگر آورده، چه امیدی رو برای معلم داره جز ریاضت اقتصادی و فقر بیشتر و فلاکت؟ جمهوری اسلامی به قیمت به روز سیاه نشوندن بیشتر جامعه میخواد اقتصادش رو تکون بده که اونم نمیتونه، خودشونم میدونن که نمیتونن، دعواهاشون، جنگ و جدالشون بر سر ثروت اینا رو امان نمیده، اینا به جون هم افتادن. خط قرمزهاشون، به قول خودشون میگن خط قرمزها، دل واپسان و دل ناواپسان. و این وسط ما مردم هستیم.
بیکاری. همین الان یه نمونه ایران خود و سازان رو نگاه کنید. گفتن تحریما خب برکنار میشه، بنابراین خودروهای کیفیت بهتر وارد کشور میشه، خودروهای داخلی به فروش نرفته و به فروش نرفتن خودروهای داخلی باعث بیکارسازی عده کارگران میشه. قبلا تحریما و نمیدونم گفتن سوخت باعث تحریما باعث اینکه سوخت نباشه، گرون بشه، مواد گرون بشه، فلان بشه، باعث تعطیل کارخونه ها میشد. حالا از اونوری حالا باز شدن بازار باعث تحریما باعث بیکارسازی مردم میشه. و این وسط خب همون موقع هم الان وسط کارگر بیکار میشه، همون موقع هم الان کارگرها دستمزدشون پرداخت میشه. این وسط یک مشت واسطه ها، یک مشت دلالان، یک مشت دزدان پول و پله به جیب میزنن. این هم از داستان باز شدن پولای بلوکه شده. میگن پولای بلوکه شده باز میکرده به بازار، ولی که خب از پولایی که تا حالا اومده چقدرش صرف درمان جامعه شده، چقدرش صرف تحصیل بچه های ما شده، چقدرش صرف افزایش دستمزد شده. مناره های گنبت های رضا و معصوم قوم اینا رو تلاش و زیاد میکنن، مقبره خمینی رو تزیینات بالا میبرن، زره ها رو هزینه های اماکن مذهبی، هزینه های سپاه، هزینه های دستگاه قضایی، هزینه های سرکوبشون رو افزایش میدن، تازه با پولایی که بخوام به قولی برگرده به جامعه و بخواد برگرده به جیب اینا، که سر اونم باز اونم تازه مرحله ای و همه اینها تازه نتیجهش اینه. بنابراین موضوع بسیار بجاست و شما عزیزانم به درستی گفتید. اجازه بدید که دوتا از پیام های شما رو پخش بکنم که تو فاصله که تا شما زنگ میزنید، چون من فکر کردم که جای مناسبه در اینا پیام هایی که شما عزیزان زحمت میکشید رو پیام گیر میذارید رو تو لابلای برنامه پخش کنیم. این پیام یه دوست بازنشسته هست، گوش بدید ببینید چی میگه. و رفتی قلب و رفتی
که بیا بفرستم این سر حقوق بازنشستگی رو در مصرف دارویی به قیمت آزاد میکنم. نمیشه که پزشکان رو اخیرا کردن چند برابر. متخصص داخل قبلا بودیم 33,000 تومن امروز بالای این مبلغ شده. آقای دکتر هاشمی دروغ بود جنایتکاره. با عرض سپاس و تشکر. بله سپاس از این دوست عزیز که اینطور پیام گذاشتن و این گویای وضع بازنشستگان و گویای وعده های توخالی دولت روحانی و کل جمهوری اسلامی و هر کدومشون میان با یه رنگ و با یه تصویر، یکی با بنفش یکی با رنگ سبز، همه شون مثل همه. ببینید این وضع درمان این وضع یه بازنشسته بعد از سالها کار این زندگیشه. همینجا خوبه بگم که من در مدیای اجتماعی خبرین رو شنیدم که بازنشستگان قرار مدار تجمع گذاشتن. اگر دوستان بازنشسته خبری از این تجمعات و اعتراضات و برنامه‌هاشون دارن بیان بگن. تجمع در یکی از اطلاعیه‌هایی که من دیدم در 8 مهر ما این تجمع خواهد بود. به هر حال بازنشستگان این بخش معترض این جامعه هستن. بازنشستگان زوباهن اصفهان بارها تجمع کردن و تجمع کردن و رنگ شهر اصفهان رو به رنگ اعتراض در آوردن. بازنشستگان زوباهن اصفهان و مردم اصفهان به عنوان یک بخش معترض شهر میشناسن و بیانیه هایی که دادن گفتن باید تحصیل رایگان باشه، درمان رایگان باشه، ما باید حق تشکر داشته باشیم، حق تجمع داشته باشیم، حقوق باید به موقع پرداخته بشه و نمیدونم حقوق ما کمه باید افزایش پیدا کنه. این خواستار رو مطرح کردن. بازنشستگان بارها و بارها در تهران در مقابل سازمان تأمین اجتماعی جمع شدن و خواستاشون رو مطرح کردن و اعتراض، یکی از اعتراضشون به سطح ناظر حقوقاشون هستش و اینم وضع درمان و وضع وعده هایی که داده میشه. میگن نسخه ها رو ویزیت دکتر گرون شده، نسخه های درمانی گرون شده، نمیدونم هزینه های زندگی گرون شده، مسکن گرون شده. پای درد دل هر کسی که میشینه میگه. ببینید باز من اینجا مثلا لاریجانی نماینده مجلس میگه امروز تولید کنندگان باید حمایت شوند و باید دولت و مجلس روی حمایت از کسانی که در سالهای گذشته به خاطر رشد قیمت ارز دچار خسران شدن برنامه ریزی کنند. هدف تولید کنندگان و هدف منظور چیه؟ منظور صاحبان کار، منظور کارفرمایانن و قوانینی که تصویب میشه به نفع ایناست تماما. از نمونهش گفتم قوانینی که مثلا قراردادی که توی اصلویه علیه اعتصاب کارگران تصویب شد که کارگر اعتصاب کنه اخراج بشه و کارگران اصلویه اعتصاب کردن، اعتراض کردن، تجمع کردن و جواب دندان شکنی به این مزخرفات اینها دادن. یا به طور مثال در مورد کیهان داشتم میگفتم، خب نه تو دعوای خودشون خیلی چیزا رو برملا میکنن. میگه که کانال جدید بفرمایید. سلام فرمو دانشون، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرم. بله بله بفرم. متشکرم. خانم دانشون، این رژیم آخونی 5 سال است که من فلج شدم، تو خونه هستم. این رژیم آخونی با جوانی من بازی کرد. من سرباز نیروی انتظامی بودم سال 1388، مأمور نیروی انتظامی روز عاشورا امام حسین قضا اینا رو بزنه. من میومدم میلی پرشام تا سو من قضیه میگه بخاطر اینکه نیم سادی کرده بودم. تو میان مردم با لباس نیروی انتظامی من میگه میزنه. دیگه من 28 میلیون بود. الو. بله، ادامه بده. بله. این هم سرنوشت جوانی که تو همون ارگان‌های حکومتی کار می‌کرده و امروز با بدن فلج بی امکانات و بی تامین به حال خودش رها شده. مگه کم کسانی هستن تحت عنوان جانبازان، کسانی که تو جنگ ایران و عراق که یعنی جنگ جمهوری اسلامی و صدام حسین، نه جنگ مردم ایران با عراق، تو جنگی که برای جمهوری اسلامی قرار بود نعمت بیاره، تو جنگی که نتیجه سرکوب ها و اعدام های سال 67 بود برای جمهوری اسلامی بتونه پایه های خودش محکم تر کنه، عده زیادی از این جوان ها بردن رومین، عده زیادی از جوان ها بردن به جنگ، خیلی ها سلامتیشون از دست دادن، بخش از
بدنشون رو از دست دادن، امروز بهشون میگن جانباز و اینا به حال خودشون رها شدن. کسانی که قربانی جنایات این حکومت شدن، اسمشو گذاشتن جنگ برای وطن. کدوم وطن؟ وطن برای خامنه‌ای، وطن برای روحانی، کدوم وطن؟ و امروز میبینید به حال خودشون رها شدن. اینم یه نمونش که این دوست عزیز جوان ما از ایران زنگ زدن و صحبت کردن. به هر حال همه صحبت من اینه، ببینید تر هدف من کردن یارانها رو اینا ادامه دادن، قیمت بنزین گرون شد، کالای حامل انرژی گرون شد، تأثیر خودش قیمت کالاهای دیگه گذاشتش و مسکن گرون شد، درمان گرون شد، بهداشت گرون شد. و اون وقت در کنار این با کمال وقاحت میگن ما تورم را تکرقمی میکنیم، تورم آمده از پایین. تأثیر اون تورمی که شما آوردید پایین روی زندگی من کارگر، من معلم، من مردم این جامعه چی بوده؟ چقدر قیمت ها اومده پایین که شما تورم رو، تورم بالاخره باید معنی عملی شد رو پایین اومدن قیمت ها، حداقل روی ثابت موندن قیمت ها نشون بده. تورم باید روی این نشون بده که من حقوقی که میگیرم چقدر زندگیمو تامین میکنه. اومدن 702,000 تومان دستمزد تعیین کردن برای کارگر، ولی کن خودشون صحبت از این میکنن که هزینه زندگی یک خانواده کارگری 3,000,000 تومانه. علی خدایی مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار که خودشون یه پای شورای اسلامی هستن، شورای عالی کار هستن، میاد میگه که نمیدونم الان دستمزدا حد اکثر میانگیرش 1,000,000 ولی کن هزینه زندگی 3,000,000. این کار شورای اسلامی ها همه این پادوهاشونه که اونجا تو شورای عالی کار یه پای تصمیم گیرین و سعی میکنن چون زنی رو سر چند درصد این بر اون بر بکنن، برای اینکه موضع این رو نشون بدن که دارن از حق کارگر دفاع میکنن، ولی بعدش تحت عنوان بحران اقتصادی مصلحت نظام به اجماع میرسن و میان و هر سال همون بساط و همون دستمزدای زیر خط فقر همون بدبختی رو سر کارگر. بعد کارگران به درست میگن که ما قبول نداریم. کانال جدید بفرمایید. الو، درود بر خانم دانشجو عزیز. درود به شما، بفرمایید. من یک پزشک متخصص ایرانی هستم. بله. از تهران با شما صحبت میکنم. بله. این جمهوری اسلامی من بنوان این که عضو حزب کمونیست کارگر ایران هستم. بله. باشه. بله. من نمیفهم. ادامه بدید. من میخواستم طب و در ایران بفهمونم که رایگان چیه. بله. در شهر داشتم تبابت میکردم، داشتم وزیده خود رو انجام میزنم با 3 تومن ویزیت، 3 تومن، 3,000 تومن. بله. آمپولزن من برگشت من گفت تو چرا خری؟ آمپولزن میزه 5 تومن، تو میگیری 3 تومن. گفت مایزم من یه هدفی دارم این کارو، من که بیکار نیستم بیام تا خانیاباد و کشتارگاه که 3 تومن بگیرم، من دنبال 3 تومن نیستم، من دنبال تشکل‌های انسانی، تشکل‌های آدمی، تشکل‌های انسانی، تشکل‌های کارگری، برو تا آخر هر چی که هست. من میخوام تو خوشبخت کنم، من دنبال خوشبختی تو. همون آدم صرف به وزارت اطلاعات و گفت که این با مریضا لاش میزنه، من فلان میکنه، بهمان میکنه، یه رو من همه بازی هم فکر کردم، گفتم باشی تازه من رها کردید برای کار بیشتر، کار بیشتر خودم، نه برای کار بشون، کار بیشتر خودم که دارم در مقابل مردم ایران و در مقابل حزبم. اوکی؟ پس ایچی همون دیگه 8 ماه همه خانشین کردن، بگید با چقدر؟ با 2,000,000 460,000 تومان حقوق بعد از 3 سال کار کردن در علم پزشکی. من یه متخصص بسیار خوبی هم میخوام اسکیتون بهتون بگم،
شما رو اونجا افتاده. صد دفعه هم به کیوان گفتم زنگ بزن با هم خوش صحبت کنیم، من چون کار دارم با شما میخوام ببینم چیکار باید بکنم، چیکار را باید بکنم. بالاخره این مردم باید تقدیر خودشو رو بدونن. بله. خود حکومت یه روزی بله بله. و اینا سرنگوش باید بکنید. غیر از سرنگوش امروز من که داشتم، من هر شب برنامه شما رو گوش میدم، این برنامه واقعا برنامه عالیه. کنون روی زندگی مردم و تبلیغات پوچ دولت روحانی، واقعا 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 این تبلیغات پوچ این حرامزادگان این مردم ما رو بیچاره کرده. بله. مردم ما رو به بدبختی کشونده. بله. مردم ما رو به اعتیاد کشونده. مردم ما رو به تنفرشی کشونده. مردم ما رو به بیچیزی کشونده. مردم ما بدبختا کارگر 72,000 تا خوشون میگن زیر فقر 315,000 3,350,000 تا اوکی؟ بیا سن رو 500,000 تا نمیدونم. حالا من بدبخت طبیبی که داشتم کار میکردم، فقط تبلیغاتم این بود که به این رژیم بفهمونم که طب رایگان یعنی چه. طب رایگان یعنی این که طب باید رایگان باشه، آموزش پرورش باید رایگان باشه، مردم باید تمام شون رفاهی که شما برخوردارید اینا هم برخوردار باشن. مگه اینا آدم نیستن؟ بله بله، متشکرم، خیلی ممنون. بفهم. صحبت میکنم، درود به شما، تشکر میکنم. بله، به هر حال متشکرم از نکاتی که گفتید، ولی به هر حال این بخشی از مبارزه ماست. ممکنه حالا یه نفر بری به رژیم به فرض به قول شما اطلاعات بده، ولی هزار شما که برای مردم کار کردی، محبوب یه محل و یه منطقه لابد هستید دیگه. یعنی اونقدر پشتیبان دارید که فردا اگه اعتراض کنید با طب رایگان همون مردم میان پشتتون. اما میخوام بگم راه حل طب رایگان در این حال این نیست که یک دکتر خودش شخصا شروع کنه رایگان مریض رو دیدن. طب رایگان اینو که اینو با دولت تحمیل کرد. طب رایگان یعنی اینکه شما به عنوان یه پزشک با همه نفوذی که دارید، دوستانی که دارید، برید از مبارزات پرستارا دفاع کنید. و طب رایگان اینه که جنبشی سر این راه بندازید، نهادی، سازمانی، دوستانی رو دور خودتون جمع کنید، تو مدیای اجتماعی گفتمانش رو راه بندازید، اعتراض سر این سازمان بدید. درمان باید رایگان بشه و این یک راه مؤثر این قضیه است. ضمن اینکه خب میشه رفت تو مردم در این حال کمک کرد، مثل نهادها، انجمنهای و انجیو هایی که در دفاع از حقوق کودک مثلا تشکیل میشن، معلمان میرن داوطلبانه تدریس میکنن بچه های کار و خیابانو، ولی در این حال گفتمانی که کار کودکان باید ممنوع باشه و گفتمان دفاع از حقوق کودک رو تو جامعه گسترش میدن. کانال جدید بفرمایید. سلام عرض کردم، شبتون بخیر. سلام به شما، متشکرم، بفرمایید. امروز ما تو ایران عمدتاً دو نوع زندگی داریم. یه زندگی کمتر از 10% مردمه که صاحب مال و مکنت و سرمایه و انواع تفریحات و خانه های آنچنانی و ویلا و ماشین های کمصد و چند میلیاردی هستن که از قبل دستشیشه کردن خون زحمتکشان و استثمار چپول مردم یا همراهی با مافیای مواد مخدر و یا در شرکت در سرکوب و شکنجه و مردم فروشی برای حکومت زندگیشون میگذره و گروه کثیری بیش از 90% از مردم هم که حقوقهای چند بار زیر خط وقت دارن که همون هم به موقع پرداخت نمیشه و یا بیکارن و یا معتادن و یا در چنگال هیولای فساد و تباهی حکومت ساخته گرفتارن. اگر همکار من کارگری که به علت یه تصادف بیناییش رو چند ماه که از دست داده و در نتیجه همان حقوق بخورنمین شمقم قطع شده، همسرش مجبور به تنفروشی میشه، آقایون، کارگران، کسانی که هیچ بیمه و تامین آتیهی ندارید، این ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته. این ممکنه برای همسر من، دختر من یا خواهر من یا هر کدوم از ما اتفاق بیفته. چرا اجازه میدین مدافعین حقوق ما را هر موقع که میخوان دستگیر کنن و به حکمای طویل مدت محکوم کنن؟ چرا اجازه میدین مدافعین کار زندگی ما در زندان بپوسن و بمیرن مثل شاهرخ زمانی؟
چرا اجازه میدیم که هر روز یک چپاول دزدی چند صد و چند هزار میلیاردی افشا بشه، باز هم دزدان در رأس امورات زندگی مردم باشند و نترسند از جوابگویی در برابر مردم؟ این وضعیت چطور خاتمه پیدا میکنه وقتی که ما عکس العمل مناسب در خوری از خودمون نشون نمیدیم؟ البته این روزها تظاهرات و اعتصابات کارگران هست، ولی کفایت نمیکنه. به عراق، به مردم عراق نگاه کنیم که به صورت میلیونی در همه شهرها به خیابون میان و اعلام میکنن که از این همه فساد و تباهی خسته شدن، از دین و مذهب همه جنایتکاران و مفسدین و حکومتی خسته شدن. ما هم عکس العمل در خوری از خودمون نشون دادیم. از وقتی که به من دادیم متشکرم. زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران و عراق، پیروز باشید. زنده باد به شما، متشکرم. خیلی گویا و خیلی زیبا صحبت کردن و این فریاد اعتراض این جامعه است و برای این باید میگم جامعه داره میجوش از اعتراض. جنبش کارگری نگاه کنید، معلمان نگاه کنید، پرستاران نگاه کنید، دانشجوها رو نگاه کنید، خانواده ها رو نگاه کنید، بخش های مختلف جامعه زن. اعتراضات مختلف تو زمینه های مختلف هست، با خواست های رادیکال، انسانی، مدرن. و این سازمان میخواد یه و یک سازمان مهمش این حزبه. به نظر من مهمه که شما پای صحبت‌های ما بشینید، پای برنامه‌های مستقیم ما بشینید، این گفتمان‌ها، این بحث‌ها رو تو جمع‌های خودتون ببرید و این تبدیل به کارزار بشه، تبدیل به کمپین بشه، تبدیل به تشکل بشه، تبدیل به تشکل تو محله بشه، تو محیط کار بشه، تو کارخونه بشه، تو مدرسه بشه، در همه جا تبدیل به نقشه‌ای بشه برای گسترش اعتراضات، برای نقشه‌ای برای گسترش همبستگی، برای نقشه‌ای برای به سر سامان رسوندن اعتراض با یه نقشه روشن و یک چشمنداز روشن. اولا قدرت خودمون رو ببینیم، دوما متحد عمل کنیم، از مبارزات هم دیگه پشتیبانی کنیم، منتظر ناجی نشیم، فکر نکنیم از بالای سر ما میان ما رو نجات میدن. غرب، آمریکا، نمیدونم اسرائیل، همه اینا این مزخرفات باید گذاشت کنار. و میدونم شما مردم تجربهشو کردید، جمهوری اسلامی نسخه غرب آمریکاست، حکومت موزایی که توی عراق نسخه آمریکا بوده، نقش روسیه هم توی در رابطه با ایران و حکومت بشار اسد دیدید، نقش چین رو هم دیدید، نقش اسرائیل. اینا اختلافات دولت‌های سرمایه‌داری، دولت‌های ارتجاعی منطقه، اینا منافع خودشون رو دنبال میکنن و اونجا که میبینن انقلاب میاد جلو، اونجا که میبینن رادیکالیسم میاد جلو، اونجا که میبینن مردم دارن خودشون میان جلو، اونجا اون وقت با نقشه ها و طرحهای از بالا تعیین شده و حتی شده یک کوچه هایی با کودتا میرن جلو انقلاب مردم رو میگیرن. بنابراین راه حل خود ما مردم هستیم، خود ما مردم هستیم که میتونیم این حکومت رو به زیر بکشیم و خود ما مردم هستیم که میتونیم زندگیمون رو نجات بدیم و دولتی بسازیم به قول دوست عزیزمون که نه شاه باشه نه جمهوری اسلامی باشه، دولت ما مردم باشه، شوراهای ما مردم باشه، قدرت خود ما مردم باشه، قوانین خود ما مردم باشه. بحث اینه. بنابراین بحث بسیار بسیار نقطه بسیار بسیار مهمی هستش. داشتم در مورد کیهان و دعواهای درون حکومت میگفتم که تو خود کیهان میگه مسکن آرزو که برای خیلی ها دستیافتنی، کسی برنامه برای خانه‌دار کردن مردم دهک‌های کم درآمد نداره، مشکل ریزگردا و خشکی دریاچه ارومیه حل نشده، اما معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به سیاحت در قطب شمال به همراه اعضای خانواده مشغول است. فازهای مهم و حیاتی پارس جنوبی در طول دو سال گذشته تنها کمتر از 0.5% پیشرفت داشته، اما در همین مدت کشور موفق شد رکورد تاریخی واردات بنزین در یک روز را بشکنه. بانک‌ها اما کماکان با قدرت و قوت به کار خود که دوشیدن اقتصاد بیمار جامعه است ادامه میدن. اینا دعواهاشون رو ببینید و بنابراین معلومه که دروغاشون، وعده‌های پوچشون و چطوری هم به جنگ هم دیگه افتادن. سلام علیکم. سلام به شما. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام، متشکرم. بفرمایید. وقت شما بخیر. خانم دانش فرست. من مسعودم از سنندج تماس میگیرم. بله بفرمایید. پسر سلطانم، پسر جاویدانم. از سنندج باهاتون تماس میگیرم.
بله خب صحبت کنیم. شما بچه سننده دید شما در سایه اونا درست متوجه نیستم منافنن. بله من چون زبان شما رو متوجه نشدم قطع کردم، لطفاً به فارسی صحبت کنید و حرفتون رو بزنید. خیلی ممنون. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور. بله. در قبال این حرف اکثریت مردمی که میگن ما باید چی کار بکنیم، مسئله این هستش که باید درگیر یک عمل بشیم، باید درگیر کنش بشیم، باید درگیر یک پراتیک بشیم. پراتیک ما چی هستش؟ کنش ما چی هستش؟ عمل ما چی هستش؟ این هستش که فقط ده دوازده روز به فراخوان سیزده نهر مونده. ما باید تمام جامعه ایران رو، اونهایی که میگن باید چی کار بکنیم، ما باید باید اعلامیه، تراکت، شبنامه، نمیدونم دیوار نویسی، سراسر ایران رو تبدیل بکنیم به این فراخوان کانون صنفی معلمان برای روز 13 مه. این اکسیون های مشخص، این اتفاقات مشخص اگر توسط همه اون کسانی که میخوان یک عملی در قبال یه مسئولیتی در قبال این که چه باید انجام بدن بکنن، اینه که این شعارها رو بنویسن رو در دیوار، این تراکت ها رو تهیه بکنن بفتسن زیر در محلات کارگری، در کلیه محلات اینا رو بندازن تو خونه های مردم، یک گروه های 2-3 نفره تشکیل بدن و بدن تو مناطق مختلف از تاریکی شب استفاده بکنن و این عمل رو انجام بدن. خیلی متشکرم از اینکه به من وقت دادین. خودمو چیزی متشکرم، خیلی ممنون. تأکیدشون در حمایت و همبستگی با مبارزات معلمان بود. بله یکی از چه باید کرد همین هست. از خواستای معلمان باید حمایت کرد، از خواستای پرستاران باید حمایت کرد، از خواستای بازنشستگان باید حمایت کرد، از خواستای کارگران باید حمایت کرد. هر جا که جمهوری اسلامی تعرض میکنه باید جلوش ایستاد. اگر تحت عنوان بدحجابی بزنی حمله میشه، تعرض میشه، فوری باید اونجا رو به محل تظاهرات خودمون تبدیل بکنیم. و همطور که گفتم انتظار ما اینه که با ضمن اینکه از این مصائبی که جمهوری اسلامی بر سر جامعه آمده صحبت میکنیم، از دزدی‌هاشون صحبت میکنیم، ضمن این بیایم ببینیم چی کار میکنیم و چه اعتراضی رو به راه میبریم. کانال جدید بفرمایید. الو سلام بر شما. سلام. میخواستم یه موضوعی رو با شما در میون بذارم. بفرمایید. و فکر کنم ازش اینو داشته باشی که دفاعی در موردش یه تحقیقی بکنید. اینکه تمام این زحمات رو تلاشی که شما میکنید فکر کنم خیلی به نتیجه نرسه. اگه اول این موضوعی که من قصد برمش دارم رو به اول حل نشه. خیلی از افراد در ایران، کسانی که الان شاید تا 40-45 این سن هستن، یک دید و یک دیدهی به در مورد درستی و غلطی این دیدگاه موضوع صحبت من نیست، وجود این دیدگاه الان مسئله هست که این مسئله وجود داره که یک دید منفی در مورد احزاب و گروه های چپ در ذهن اکثریت جامعه به خاطر اون تجربه که در مورد گذشته بوده وجود داره و تا اون دیدگاه پاک نشه و واقعیت مشخص نشه، اون بدبینی مانعی میشه که کسی بخواد با واقعیت از سعی مقرد متوجه بشه و قبول بکنه مسائلی که عنوان میشه. بله من در مورد این صحبت میکنم. خیلی ممنونم از اینکه اومدید رو خط و نظرتون رو گفتید. حتما صحبت میکنم. متشکرم. بله من به خاطر کسان دیگه یا گروه های دیگه نباید باعث بشه که در خاطر یک کسان یا افکار جدید بخواد مورد لطمه قرار بگیره و به گناه اونا بخواد از اینا توجه بهش نشه. بله میگم باید
قسمت هر کدوم جدا بشه که به خاطر کس دیگر رو قضاوت نشه، به خاطر احساب بله. که در گذشته بوده احساب جدید قضاوت نشه. بله نکته مهمیه. بله متشکرم. اثر خیلی بیشتری داشته باشه و خیلی افراد بتونن بیشتر گرایش پیدا بکنن که سمت این احساب بیان. بله متشکرم. درود به شما. بله بله خب خیلی تجربه انقلاب روسیه و نمیدونم شکست این انقلاب رو به حساب کمونیستا میذارن، در حالی که اون انقلاب رو هم سرمایه‌داری صنعتی که نمایندش ناسیونالیسم ملی سرمایه‌داری صنعتی نمایندش استالین بود به شکست کشوند. اول از همه کمونیستا رو اونجا اعدام کردن، اول از همه و بعد از اون خواستای مردم رو یکی یکی جامعه راه عقب زدن و ما همیشه گفتیم اون تاریخ اون رو توضیح دادیم، جاش تو این برنامه نیست. ولی خب یه نکته تاکید داشتن که نباید اون رو به حساب احساب دیگه گذاشت که امروز مثلا دارن به عنوان چپ و کمونیست صحبت میکنم. ولی میخوام دوستان عزیز میخوام بگم ایدئولوژیک این چپ و کمونیست و کمونیست قدیمی اینجوری نگاه نکنید. شما با مضمون حرفای ما صحبت کنید. کمونیسم یعنی چی؟ کمونیسم یعنی برابری، یعنی یک جامعه انسانی، یعنی اختیار انسان ها به انسان ها برگردونده بشه، یعنی این، یعنی استثمار نباشه. و خب این یعنی رو باید تو عمل توی نشون داد که چطوریه. و راحلی که ما میگیم که جامعه دست خود مردم باشه، تب رایگان باشه، تحصیل رایگان باشه، نمیدونم استثمار نباشه، فقر نباشه، ولی وعده نمیدیم. میگم خود مردم میتونن بیان اینا رو پیاده کنن، خود مردم میتونن بیان با انقلابشون قوانین خودشون رو به کرسی بنشونن، اولین قانونشون لغو اعدام باشه، برابری زن و مرد باشه، آزادی و سیاسی باشه، راه به بازگشت هر گونه دیکتاتوری رو به جامعه باید بسخ، جامعه رو باید دست خودمون بگیریم، خودمون قانون بذاریم، خودمون اداره کنیم. و شرط این که جامعه از همه این مصائب سرمایه‌داری هم نجات پیدا کنه اینه که استثمار نباشه، یه عده کارفرما و صاحب سرمایه باشن، یه عده کارگر، این بساط جمع بشه. کی اجازه داده؟ کی گفته؟ چرا باید من برده یکی باشم که سرمایه داره و سرمایه اونم از پول کارهای من جمع شده و به جیبش حاصل زحمات کارگره؟ این بساط جمع بشه. دولت‌های طبقاتی لازم دارن دستگاه سرکوب، لازم دارن اعدام رو، لازم دارن خفقان رو، لازم دارن شکنجه رو، برای اینکه بتونن اون خودشونو به عنوان طبقه مافوق و جامعه و طبقه حاکم حفظ کنن. لازم دارن. اگه این دولت طبقاتی نباشه، اگه دولت دست خود ما مردم باشه، اگه قوانین خود ما مردم وضع بکنیم، اگر اولین قانونی که بذاریم بگیم که استثمار نیست، کسی برده و نمیدونم نیرو کارشو نمیفروشه، همه مردم کار میکنن و از حاصل کار این همه جامعه اداره میشه، اگر بگیم همه دیگه چه دلیلی داره اون جامعه آزادی بیان نباشه؟ قدرت کی زیر سوال میره؟ ثروت کی زیر سوال میره؟ خب ثروت که در اختیار جامعه است، قدرت هم که در اختیار جامعه است، بنابراین دلیل نداره زندان داشته باشه اون جامعه، دلیل نداره اعدام داشته باشه، دلیل نداره سرکوب داشته باشه. بنابراین بازترین، شادابترین جامعه یه جامعه کمونیستی، جامعه سوسیالیستی، جامعه آزاد و برابر که توش استثمار نیست هست. و شما مردم باید با اینها قضاوت کنید که کی حرف دل شما رو میزنه. و تبلیغات یک عمر سرمایه‌داری جهانی و بنگاه‌های ارتجایی مذهبی و همه اینا شروع کردن تبلیغات کردن علیه این، برای اینکه همه اینا در خدمت طبقات حاکم و سرمایه‌داری حاکمن. مذهب در خدمت اون، ناسیونالیسم در خدمت اون، در خدمت حفظ یه طبقه حاکم رو سطح جامعه است. یک عمر تبلیغ کردن. یک بار همه این قضاوت‌ها رو بذارید کنار و ببینید که چی می‌خواید، کی حرف دل شما رو می‌زنه و انتخاب سیاسی خودتون رو بکنید. به هر حال دوستان بحث ما سر کانال جدید. بفرمایید.
الو خسته نباشین. سلام، متشکرم. من یه پیام دارم. بفرمایید. من پیامم ببخشید. من پیامم الان جایی هستم که نمیتونم صحبت کنم. دسترسی هم به تلویزیون شما ندارم. ولی ظاهرا یکی از کارگرا اومده صحبت کرده در مورد 13 مهر. بله. 13 مهر کم نگیریم. در دیوار پل شعار کنیم. یعنی کارگری که اومد صحبت کرد، صحبت بسیار زیبایی کرد. من سپاسگزاری میکنم ازش که بازم بیاد صحبت کنه. در دیوار پل شعار 13 مهر کنیم. معلم‌ها روز 13 مهر تبلیغ کردن که توی آموزش پرورش جمع بشن. خانم دانشور، این روز رو بزرگش بکنیم. تا کی منتظر باشیم که زندانیای بعدی رو اعدام کنن؟ تا این رژیم هفت میکشه. زمانی نمیکشه که نباشه و هر روز بیشتر میکشه. شما 13 مهر رو رها کردی و چه شعاری میشستید دوباره میکنید اینجا در دیوار دارید مینویسید، ما شما دارید تو خیابان مینویسید 13 مهر رو همه تلرسانی کنید. زنده باد این کارگری که اومد صحبت کرد. زنده باد شما، متشکرم. درود بر شما. 13 مهر روز جهانی معلم و بازم تاکید ایشون بر حمایت از فراخوان معلمان و مبارزات معلمان و خواستای معلمان. و توجه داشته باشید خواستای معلمان، تحصیل رایگان یکی از خواستایی بود که تو تمام تظاهراتشون بود. آموزش یکسان و برابر و اینکه آموزش طبقاتی نباشه یکی از خواستای معلمان بود. بازسازی مدارس تخریبی یکی از خواستای معلمان تو طول مبارزاتشون بود. افزایش حقوق بالای خط فقر از خواستاشون بود. تبعیض نباشه از خواستاشون بود. درمان بیمه درمانی از خواستاشون بود. خواستاشون مستقیما به ما مردم و به وضع کودکان ما ربط داره. و در این حال فضاییه که معلم اگر بیاد اعتراض بکنه، من کارگر هم راحت میتونم بیام اعتراض کنم، پرستارم میاد تونه بیاد اعتراض. فضای جامعه باز میشه و این مهمه. یکی از چه باید کرد تا حمایت ما از مبارزات همدیگه هستش. این نکته بسیار مهمه و تاکیدات دوستان رو من هم باز روش تاکید دارم. و به قول این دوستان این مناسبت ها رو 13 مهر رو در دیوار بنویسید، زیرش بنویسید کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زیرش بنویسید ما از خواستای معلمان حمایت میکنیم، ما از خواستای پرستاران حمایت میکنیم، همه معلمان زندانی باید فور. بله، اجازه بدید تا تماس بعدی بس میشه باز یکی دیگه از پیام ها رو بگی. بله، دوست کارگری بود که علیه بیکاری بیکار شدنشون داشتن صحبت میکردم و میگفتم صدای ما رو به جهان برسونید. و این جالبه که مردم ایران میخوان صداشون جهانی بشه، مردم ایران میخوان صداشون تو سطح جامعه پخش بشه. و این هم باز یکی از چه باید کرد است که حرفاتون رو بیاید بگید، اعتراضتون رو از کارخونه، از محل، از اون محیط محدودی که از شهرتون فراتر ببرید بذارید. این باعث میشه اعتراضات به هم وصل بشه، این باعث میشه امید به وجود بیاد، این باعث میشه کارگری که توی شهر فرض کنید اصفهان ببینه کنار دستش هم 10 تا کارخونه دیگه اعتراض هستش. و این توی تغییر توازن و قوای جامعه به نفع ما تأثیر داره. به همین دلیل مهمه، خبررسانی مهمه. یک راه جلب حمایت جامعه اطلاع رسانی هستش. و یه راهش هم استفاده از همین کانال جدید برای همین کار هستش. بیاید مثل این دوست خانمی که اومدن از اعتراض 13 مهر گفتن، مثل اون دوستان دیگه که اومدن صحبت کردن، شما هم بیاید فراخوان بدید، از اعتراضاتتون بگید، از چگونگی متشکل شدن سر خواستاتون صحبت کنید. اینا جنبه های مهم و بسیار با ارزشی هست و کانال جدید در واقع یک ابزار بسیار مهمی برای
گسترش اعتراضات جامعه، برای سازمان دادن اعتراضات جامعه، برای تعیین دادن به خواستا و روشن شفاف کردن این خواستا، برای اینکه یک آینده روشنی در مقابل مبارزات خودمون داشته باشیم، برای اینکه قدرت خودمون رو ببینیم، نیرو خودمون رو ببینیم، بی خودی به دشمنمون کردیت ندیم، هی فکر نکنیم اون تواناست و میزند و میکشد و ما هیچی نیستیم، امید پیدا کنیم، ببینیم که نیرو خودمون رو ببینیم. معلم ها چند تا تجمع اعتراضی تا الان از اواخر سال 93 تا الان به پا کردن. خب خود این امید میده به ما، خود این به ما الگو میده، خود این راه نشون میده به ما، و در اینا خواستایی که دارن. و صحبت من با تو همکاران معلمم، من خودم یه معلم بودم، ما همکاران معلمم اینه که هر چه خواستاتون رو شفافتر و روشنتر بیان کنید، به همون درجه حمایت بیشتر جلب میکنید. وقتی که شما میگی تحصیل رایگان برای دانش آموزان، جامعه ازتون حمایت میکنه. وقتی میگید آموزش طبقاتی نباید باشه، مثل که تو قدنامه‌های قبلیتون گفتید، جامعه بیشتر بهتون دل میبنده و نزدیکتون میشه. وقتی میگید حقوق ما باید بالای خط فقر باشه، حرف دل کارگر زدید، حرف دل بازنشسته رو زدید، حرف دل کارگر بیکار رو زدید، حرف دل مردم زدید. بله، ما نمیخوایم زیر خط فقر باشیم. بنابراین اینا مهمه، اینا حلقه های تعیین کننده برای قدرت یابی مبارزات معلمان، برای مبارزات پرستاران. خیلی وقت سعی میشه به خاطر اینکه میگن خب فضای امنیتی مبارز خواستار رو سعی میکنن محدود کنن به یه خواستایی که تبعیض نباشد. باشه تبعیض نباشه، ولی چگونه؟ یعنی چی؟ یعنی حقوق شما معلم باید چقدر باشد؟ اینا رو باید روشن کرد تو مبارزات. ولی خب نفس این که معلم‌ها تصمیم میگیرن و تجمع میکنن، نفس این که پرستان ها تصمیم میگیرن تجمع میکنن، نفس این که پاسنشسته تصمیم میگیره و اعلام میکنه فلان روز میخوام تجمع کنم، خودش یک قدم بسیار مهمی است و ما باید با تمام قدرت از این فراخوان ها حمایت و پشتیبانی کنیم و در دیوار پر کنیم از مضمونش، از خواستاش. ما از مبارزات پرستاران حمایت میکنیم، همه جا بنویسیم. ما از مبارزات معلمان و خواستاشون حمایت میکنیم، همه جا در دیوار رو پر کنیم، عکس بگیرید و بفرستید برای کانال جدید ما از این برنامه پخش کنیم. بنویسید در دیوار که معلمان زندانی باید آزاد شوند. اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی، علی رضا هاشمی، رسول بوداغی، بهلولی، نیک نژاد، موسوی، اینا معلمان زندانی هستن، اینا باید فوراً آزاد بشن. کارگران زندانی باید فوراً آزاد بشن. مهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، علی نجاتی باید فوراً آزاد بشن. این دستگیری ها، این فشار بر روی زندانیان باید فوراً متوقف بشه و برای این ما باید اعتراضی رو سازمان یافته به جلو ببریم، نامه بدیم به نهادهای بین المللی، تجمع کنیم در مقابل دادگاه های جمهوری اسلامی و نمیدونم در برابر زندانی ها، از خانواده های زندانیان سیاسی، معلمان زندانی، کارگران زندانی حمایت کنیم، صندوق همبستگی مالی براشون بذاریم، بهشون کمک کنیم. اینا همه چه باید کرد هاست برای اینکه بتونیم مبارزاتمون رو جلوتر ببریم. باز برای اینکه خط تلفن دوباره باز بشه و دوستان زنگ بزنن، پیام گوش بدید. I'm not going to
بله، اینم باز فریادهای اعتراض دوستی بود علیه وضعیت نبود امکانات درمانی و وضع فلاکتی که به مردم تحمیل شده و میگه اینا همه دروغ میگن. مردم میدونن که اینا دروغه. هر چقدر تبلیغات بی بی سی تو بوق و کرنا بکنه، هر چقدر تبلیغات نمیدونم رسانه های بورژوازی تو بوق و کرنا بکنن، اقتصاد فلان میشه، تورم کاهش یافته است، این نتیجهش، این وضع درمانه، اون وضع قیمت هاست، اون طرح یارانه هاشون خودشون تو بحثاشون میگن که راه حلش اینه که یارانه های نقدی قطع بشه و دارن میرن به اون طرف و قیمت های کالاهای حامل انرژی که یک جزء مهم هدف من کردن یارانه های حکومت بود که دوله احمدی نژاد شروع شد و اثرات و تبعات اونو دیدیم که چه روزی رسوند مردم رو تا دولت روحانی که اون رو جزء اولویت‌های برنامه و اجرای برنامه‌اش گذاشت، چون بخشی از سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی اونم ریاضت اقتصادی. اصلا این دولت برای اینکه بتونه شکوفا کنه اقتصاد، راهی جز این نداره. و اینکه میگه زمان میبره، وقت میبره، یعنی همین، یعنی اجازه بدید این سیاست‌ها رو اجرا کنه. کانال جدید بفرمایید. خسته نباشید خانم. خواستم بگم یه دونه خبری بود، خواستم بگم 11 روز پیش تو این منطقه ما یه خانواده رو به خاطر که وضع مالیش خوب نبود اساساشو بیرون می‌ریزن و چون قرارداد اینا نداشته هیچ کاری هم انجام نمی‌تونسته بده و این بنده خدا خانومش هم که باردار بود یه بچه کوچیکی داره، بعد ما نتونستیم کمکی بهش بکنیم، یعنی ما دیر رسیدیم، متوجه نشدیم و همسایه‌ها یه جایی برای بهش پناه دادن و از این لحاظ که ببینین چه بعضی مردم پیدا کردن. اصلا رحم این دولت هیچ رحمی انصافی نداره در رابطه با مردمش. اصلا این میگم تصویر به قول گفته اینه چه تصویر چیز مردم نجات مردم شدن، این مذهب اسلامی گن هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ کاری انجام نمیدن جز بیچارگی و بدبختی مردم. بله بله، متشکرم از خانومشم. بله. خانومشم که باردار بود، خب حالش بد شد، بردنش بیمارستان، برای همسایه‌ها یه گوشه از حیاطشون رو بهشون دادن، چادر زدن، چیکار کردن. بله. بیشتر از این ما نتونستیم اطلاع کسب کنیم. بله، درود بر همسایگان. بله. و اون چیزه و این مدارس هم اصلا جا ندارن، تعداد بچه‌ها رو 10 برابر کردن، 20 نفر کردن 40 نفر، 35 نفر. آقا این چه وضعشه؟ آقا مردم بریزید بیرون، بالا خسته شدیم آخه، والا دیگه نون هم نداریم تو زندگیمون، استراحت نداریم، افسردگی، بیچارگی، بدبختی، گرفتاری شدیم، اصلا هیچ کاری انجام بدیم، یعنی کاری نیست پر درآمد باشه. بله بله، هیچ کاری انجام ندادیم. از این بعد تو در دیوار شهرداری میزنه، تو در دیوار آگهی زده، اطلاعیه زده، جواناتون دیگه عکس رو انداخته جوانا رو به طریقه اسلام بار بیاری که تنها راه موفقیت اسلامه. ببین چجوری حد رسو میکنن. آخه این اسلام چی داره آخه؟ سالهای سال 30 سال بس نبود. آخه مردم چرا یه داره خودشون رو تکون بدن، یه خوده فکرشون رو باز کنن، یه مقدار بشینن شبا میخوان به خواهی دار سب کنن در رابطه این زندگیش. این نمیشه که دولت مجتمعانی گرفته، هر کی که اعتراض میکنه میخواد با مجتمعانی سر جاش بشینه. یعنی چی آخه؟ یعنی چی وقتی یه خانواده رو اساسش بریزن بیرون؟ بله. خود من نوعی الان وضع زندگیم خوب نیست، همسایه وضع خوب زندگیش خوب نیست، هیچ چیزی آرامش نداره، جهنم درست کردم ایران و تهران دارم تخلیه اضطراری میکنم. بله، متشکرم، خیلی ممنون. بله، درود بر اون همسایگان. و این فقط مسئله چیز نیست، این در این حال یک همبستگی مبارزاتی هم هست و باید باشه. همسایگان جدا از این که به اون خانواده پناه میدن، جدا از این باید جمع بشن بر مسکن، باید تجمع کنن. بارها شده دولت رفته مسکن مردم رو که خارج از محدوده بوده خواسته تخریب کنه و با اعتراض جمعی مردم رو کشده. باید هر اون جایی که میبینیم با چنین صحنه روبرو میشیم باید جلوش بایستیم، همونجا باید دست اعتراض
به پا بشه که کار، مسکن، آزادی، فوری پرچمشو ببریم بالا. نان، مسکن، آزادی، فوراً پرچم اعتراضشو ببریم بالا. و این اعتراضات وجود داره. خود شما، خودتون هر بار که صحبت میکنید تمام وجودتون اعتراض هستش. و خب در کنار این اخبار خیلی خوشحال میشم که بیاید در این حال فراخوان‌های اعتراضی خودتون رو بدید. همونطور که میگید باید این حکومت جمع بشه، بساطش رو باید جمع بکنید. به هر حال درود به شما. میریم پیام بعدی تا باز تلفن وصل بشه که این فرصتی باشه دوستان تشویق بشن برای اینکه در این حال که تو برنامه مستقیم تلاش میکنن و میان صحبت میکنن، در این حال برای ما پیام هاشون هم بذارن که ما بتونیم تو برنامه ها ازشون استفاده کنیم. آزادی. ببینید کسی رو که به تمام زندگیش ازش گرفتن، جریمش کردن، میاد پیام میذاره و بعد میگه زنده باد آزادی. این روی جامعه است. و من به این دوست عزیزمون که نشون میده کار دستفروشی میکنه، اینه که شما تنها نیستید، خیلی هم مثل شما با همین موزر رو بروه شدن. با هم دیگه میتونید نهادی درست کنید، میتونید جمعیتی درست کنید، یه انجمنی درست کنید علیه بیکاری، یه نهادی درست کنه علیه بیکاری و بره جلوی وزارت کار، ادارات کار بگید یا کار یا بیمه بیکاری. اگه مشغله تک تک ما این باشه که اونجایی که بهمون تعرض میشه ببینیم چند نفر دیگه مثل ما هستن، هم دیگه رو پیدا کنیم و برنامه‌ای بذاریم برای اعتراض، ببینید چقدر فضا فرق میکنه. برای اینکه همه ما معترض هستیم. شما میگید زنده باد آزادی و اومدید اینجا در رابطه با برنامه مستقیم که داشتیم حرفتون و پیامتون رو گذاشتید. دقیقا همینه. به هر حال همینجا تشکر میکنم دوستانی که رو پیامگیر تلویزیون کانال جدید پیام میذارن و همونطور گفتم من فکر کردم که حداقل تو برنامه امشب در کنار تماس‌های تلفنی شما عزیزان که مستقیم میارن روی خط صدای شما رو پخش کنیم که خیلی از شما که پیام گذاشته صدای خودتون رو اینجوری بشنوید و فعالانه تر بیاید تو این بحث ها شرکت کنید. این بحث هایی که اینجا ما تر میکنیم اینا رو ببرید تو جمع خودتون مطرح بکنید. اگه جوان هستید، اگه دانشجو هستید، اگه زن هستید، اگه خانه‌دار هستید، اگه کارگر هستید، اگه معلم هستید، پرستار، ما رو زمینه های مختلف بحث میکنیم. شما برید متناسب با موقعیت اجتماعیتون این رو تبدیل به کمپین، به کارزار، به اعتراض، به حرکت، به تشکل تبدیل بکنید و در این حال ارتباطتون رو با ما حفظ نگه دارید. با کانال جدید، با حزب کمونیست کارگر ایران فعالیت کنید. شماره تماس های ما مرتبا رو صفحه تلویزیون گذاشته میشه. دوست عزیزی رو پیامگیر پیام گذاشته بود که شماره تلگرام بدید که ما بعد از این بتونیم روی تلگرام با شما در تماس باشیم، که این شماره هم تدارک دیدیم. حتما توی برنامه های آینده شماره تلگرام رو به اطلاعاتون میرسونیم که شما عزیزان بتونید از اون طریق هم با ما تماس بگیرید. به هر حال الان میتونم بگم ولی بعدا توی برنامه های آتی نوشته میشه. شماره 8044-74-355-62-462 2044-74-355-62-462 این شماره تلگرام هست، واتساپ هست. دوستانی که از این طریق میخوان با ما تماس داشته باشن خب از این شماره میتونن استفاده کنن. جدا از این که شماره
تماس دائمی ما 2044 777 98 98 968 است که با اون شماره هم دوستان میتونن بیان و صحبت کنن. برای دوستان 20 دقیقه شاید از برنامه بیشتر باقی نمونده، تلاش کنید بیاید زنگ بزنید، بیاید تو برنامه صحبت بکنید. فرصت مهمی هست رو مسائل مهمی که مستقیما به معیشت زندگی ما مربوطه اینجا ما بحث میکنیم. مثل اینکه تماسی هنوز بحث نشده، چون میدونم خیلی از شما منتظر میشید، سعی میکنید، خیلی وقتا شکایت از این دارید که خط مشغول بوده، مشکل داشته. به هر حال دوستان خوب اومدن و تشکر میکنم از اینکه اینقدر زحمت میکشید تا بالاخره بیاید و حرفتون رو بزنید. اجازه بدید این رو هم پس گوش بدیم. حالا که اگه ممکنه یه زمان بکشیم درباره این خوران مستنمه در ایران هم صحبت کنیم، همین خورای کارگران از سال 86 گرفتن در آن 94 داره تمام میشه، حتی 5 میلیون گرون میکنن، 5 میلیون اجاره میگیدن، هنوز هم که نه به دار نه به دار نه از خور خبری هست نه پول خبری هست، بله اینم داستان مسکن مهر که داستان طویلی داره، داستان یک قلم از دوزی های این حکومت هست در دولت روحانی احمدی نژاد، همه و همه خلاصه مردم به این شکل از نمیدونم مسکن مهر گرفته تا صندوق های مالی مختلف گرفته به اشکال مختلف، اینم بخشی از دوزی های دست اندر کران این حکومت هستش. مسکن یکی از معضلات مردم تو جامعه هست. خود حکومت آمار داده 10 میلیون فقط حاشیه نشین هستن و حاشیه نشین میگن مساکن غیر رسمی و یعنی حاشیه نشین و اینا همونایی هستن که از خونه هاشون رو تخلیه کردن به خاطر دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، به خاطر رشد سرسام و بر قیمت ها گرونی و به خاطر همه اینها میبینید بخش زیادی از مردم حتی سرپناه ندارن و 10 میلیون رقم بالایی هستش، در حالی که به طور واقعی بیش از 10% حقوق یک نفر نباید صرف مسکن بشه. شما میگید تو حکومت اسلام میگید 702,000 تومان دستمزد و نه حق مسکن داری، فوقش حق مسکن 10,000 تومان، حالا خیلی افزایش میدن 20,000 تومان، مسخره است. و نه حق مسکن داری، نه درمان رایگان داری، نه تحصیل رایگان بچت داره، نه هیچ نوع تأمینی نداری و با این باید همه چی رو بگذرونیم. باید معجزه کرد که بشه با این 702,000 تومان بشه زندگی کرد و اون وقت تازه همین رو هم چند ماه نمیدن، باید جاده ببندی، باید اعتراض کنی، باید تا این حق حقوق تا از حلقوم اینا بیرون بکشه. اول برنامه گفتم چقدر از محیط های کارگری الان پر از اعتراض و جالبه که تو همین فضا میبینی چه جنگی به راهه و چقدر محیط های کارگری پر از اعتراضه، چقدر ما و فقط نه تنها مبارزه سر دستمزدهای پرداخت نشده بلکه بر سر افزایش حقوق ها. میگن ما زیر خط فقر نمیخوایم زندگی کنیم، میگن بس دیگه، میگن با تو حقوق ما فورا اضافه بشه، میگن درمان رایگان، میگن تحصیل رایگان و جامعه داره میجوشه و این جنبش های اجتماعی داره هر روز سازمان یافته جلو میاد، خودش رو تو مدیای اجتماعی سازمان پیدا میده، نمونش معلمان است، نمونش پرستاران است، نمونش بازنشستگان است، نمونش جنبش برای علیه تخریب محیط زیست است. نمونه ها شما صدها نمونه خودتون میتونید مثال بزنید که تو چه ابعادی داره اعتراض ها شکل میگیره و جلو میاد و سازمان پیدا میکنه. به هر حال بحث ما همونطور که گفتم زندگی مردم و وعده های پوچ دولت روحانیه. اینا همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه کاملا نشون میده که توهی بودن و بی پایه بودن این تبلیغات و اینکه نمیدونم تورم رو به نصف رسوندیم به یک رقمی میخوایم بکنم، پوچه همه اینا. معنی تورم باید تو زندگی من، تو دستمزد من، تو معیشت من، تو مسکن من
معنی گشایش اقتصادی با تو اینا خودش نشون بده. کانال جدید بفرمایید. وقت شما بخیر خانم دانشگاه. متشکرم، سلام میکنم، بفرمایید. خانم دانشگاه، امروز موضوع برنامه امروز شما زندگی مردم تبلیغات پوچ دولت روحانیه. هموطنان مختلفی اومدن، نقطه نظرات گفتن و بیان کردن و به موضوعهای مختلف از جمله نبودن بیمه و درمان و اینا اشاره شده. مخواستیم به یه موضوع کوچیک اشاره کنم. بله. در این نظام پوچ در این نظام فاشیستی تبعیض نژادی تو دولت آخوندا کجا رو میشه انگشت گذاشت؟ ببینید زمانی که ما یه هموطن اومد گفت 10% از اینها در 90% ما حاکم هست، 10% خوب زندگی میکنن و رفتن، نه 10% نیستن، اینا 1% هست، 99% از زندگی نورمال محروم هست، زیر خط فقر هست 99% مردم. اون 1% هم دارن حاکمیت میکنن، 1% هم روحانیت هست، حاکمیت هست، اون طبقه خاندان خامنه‌ای و رفسنجانی و شورای نگهبان و مجلس اینها هستن و سپاه. ببینید زمانی که یکی از فرزندان مشتبه خامنه‌ای خانومشون مشکل نادایی داشت، میرن در لندن هتل 5 ستاره در بس چیز میکنن، اجاره میکنن، خانومشون میرن فرزند 1,000,000 پوندی رو بشید چیز میگن به دنیا میارن. اون زمان قدیم یه فیلمی درست کرده بودن مرد 6,000,000 دلاری هالیوود درست کرده بود که مثلا مردم ها ترجم کنه، انسان ها رو تخیلی بود این فیلم، ولی ما الان دیدیم واقعیت. ما تو این رژیم آخوند ها یک فرزند مولا یا آخوند خامنه ای از کجا میاره فرزندش، از کجا آورده 1,000,000 پوند میره در لندن خانمش وضع هم بکنه، از کجا آورده؟ مال بیت المال این ملت. بله. مشتبه خامنه ای انقدر ثروت داره، جز میلیاردرهای جز اسمش جز میلیاردرهای دنیا ثبت شده اسمش، از کجا آوردن این؟ اگر یک شبی میخوابیدن میدیدن سوار خر شدن بلند میشدن تعریف میکردن به اون آخوندهای دیگه که بعد من دیشب سوار خر شدم. حالا ببینید کجا رسیدن که اینا با میلیون ها پوند این ملت محروم میرن در هتل خانمشون زایمان بکنه. این حاکمان شما اینا هستن، حاکمان شما جلادن، دجالن، دروغگون. 37 سال دارم به شما میگم شیطان بزرگ، شیطان بزرگ. همین 2 ماه پیش با همین دست در دست شیطان بزرگ در خیابان‌های ژنو راه می‌رفتن و دیدن قرضه می‌گرفتن. آقای چری و ظریف نمی‌دیدین مگه؟ خودشون جزی از شیطان کوچیک هستن. شیطان کوچیک در دست شیطان بزرگ دارن مسائل و آینده این ملت رو دارن ورق می‌زنن. از اون برم میان هر روز آقای خامنه‌ای صحبت‌های چرت و پرت تحویل ملت میدن که ما هنوز با آمریکا مشکل داریم. نه، شما در پشت پرده با هم کنار اومدین و کنار آمدین و این فقط برای عوام‌طلبی توده های مردمه. شما مردم، شما این رو بدونید، عزیزان شما در زندان ها دارن از بین میرن. آقای زمانی به چی رو کشتن؟ یه کارگر بود، وحشت دارن. بله دوست عزیز، لطفاً بله لطفاً کوتاه کنه صحبتتون. متشکرم. بله تموم شد صحبتتون. متشکرم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، ممنون. بله صحبتهای دوستمون رو هم شنیدید. تو خبری دیدم که گفته شده که از حقوق کارمندان آموزش پرورش 2,000 تومان پول کم کردن تحت عنوان کمک به یمن. اینم بخشی باز از دوزی های این حکومته. و شما اگه نگاه کنید که 8.5 میلیون کارمند اگر باشه، چقدر پول اینا توی یک ماه میتونن جمع بکنن. مثل اینکه موقع
جنگ جمهوری اسلامی با دولت صدام تحت عنوان جنگ ایران و عراق، اینا به زور از حقوق کارگران و کل مردم کمک به جبهه کم میکردن، جوانان مردم رو میبردن برای جبهه، از پول مردم چیز میکردن، از حقوقا به زور کم میکردن، کوپن آوردن، پدر مردم رو در بردن و بعد از اونم که جام زهر رو مجبور شدن بنوشن، بعد از اون هم دیدید که برای اینکه مردم با 8 سال تمام مردم رو ساکت کردن تحت عنوان که جنگ است، نمیدونم اگه هر کسی صداش در می آورد به عنوان خائن به وطن فوری سرکوب می شد، بعد 8 سال برای اینکه هیچ بهانه برای سرکوب جامعه نداشتن اعدام های وسیع رو انداختن. این الانم سر تو یمن نیروهای حوثی، ارتجاعی حوثی که دار دستهای خود جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن و اونجا باز دوباره میبینید که دار دستهای مختلف دولتهای ارتجاعی منطقه ایران و عربستان و همه اینا، تو یمن هم باز همین داستان ها برپاس و اون وقت از حقوق کارمندان کم کردن، 2000 تومان کم کردن و این رو کارمندان آموزش پرورش کپی که پخش کردن افشا شده و همه جا منتشر شده. در حال این هم بخشی از مسئله است، منطقه اینا دوزی هاشونه، اینا بخشی از مسئله است، ولیکن تمام هدف این برنامه این بود که سیاست های دولت روحانی و جمهوری اسلامی اقتصاد، ریاضت اقتصادیه و به قیمت تباهی بیشتر وضع اقتصادی جامعه قرار اقتصاد شکوفا کنن، قرار جمهوری اسلامی رو نجات بدن، هدف اینه. و خودشون از صحبتهای خود روحانی جو براتون کد آوردم، فاکتای آوردم، از صحبتهای نمایندگان مجلس هم از همون روز اول که اینا به این زودی خوب نخواهد شد، فقط مسئله تحریم ها نیست، مسئله نمیدونم نفت هم هست، مسئله تازه تاریخی تره، اقتصاد جمهوری اسلامی از همون روز اول با بحران روبرو بوده، ریشه تو وجود خود این حکومت، دعواهای داخل خودش، باندا و دار دستهای خودش، رانتخالیاش، بعض اونورم مردمی که حقوق شده میخواد، این مردم تسلیم این حکومت نمیشن که این حکومت تسمه از گرده مردم بکشه، اینها این واقعیته که در جریانه. بنابراین اگر بخوایم از این بحث نتیجه بگیریم اینه که مردم منتظر نمیمونن، اگر بخوایم از این بحث نتیجه بگیریم اینه که جواب همه این کسانی که مزخرفات رو سعی میکنن به خورد مردم بدن، مردم به دعوت به صبر و تحمل بکنن، جواب اینا رو باید داد، باید اینا رو عقب زد، اینا مانعن تو راه مبارزه مردم، اینا زمان میخرن برای جمهوری اسلامی، این نوع تبلیغات رو باید کنار زدش و اجازه نداد. و در این حال چه باید کرد تاست؟ در مقابل تعرضات حکومت اسلامی، در مقابل سیاست های ریاضت اقتصادیش باید ایستاد، باید سازمان ایجاد کرد، باید متشکل شد و نه تنها سیاست های ریاضت اقتصادیش عقب زد، بلکه باید خواستای خودمون رو بیاریم جلو، تحصیل رایگان، درمان رایگان، افزایش حقوق فوری، تشکل حق ماست، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی کارگران زندانی و همه معلمان زندانی، همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، باید سر همه اینا، پاکیزگی محیط زیست، آب برای کشاورزی، تمام این خواستامون رو باید سنگر به سنگر سازمان بدیم و جلو ببریم. به هر حال باز من پیام دیگه ایرم میزه بله، اینم حرف این جوانه، میگه چرا تو ایران مواد زودتر پیدا میشه تا کار؟ این واقعیت این جامعه است. سونامی بیکاری هر روز دارن آمار اینو میدن، گزارش اینو میدن که بیکاری
بیداد میکنه، سونامیه، دارن هشدار میدن از بیکاری زنان، از اینکه 60% نیروی بیکار زنان تشکیل میدن، دارن صحبت میکنن، مرتبا دارن از این صحبت ها و خودشون نگران این وضعیتن، وحشت زده هستن از این وضعیت. و از اون برم مواد فراوانه، با قول ایشون جمهوری اسلامی خودش توضیح کننده مواد هست، توی مواد مخدر هست تو جامعه و خودش عامل به اعتیاد کشیدن جوانای ماست. بخش زیادی، بخشی از این جوانا که به اعتیاد کشیده میشن تو شرایطی که کار نیست، تفریح نیست، نمیتونه ازدواج کنه، حتی یه بام مسکن نمیتونه بگیره، شادی نمیتونه بکنه، به همه زندگیش کار دارن، بخشی از این جوانا به اعتیاد کشیده میشن. و یا خیلی ها که از سنین کودکی به اعتیاد کشیده میشن، کودکان کار خیابان، اعتیاد در بین کودکان کار خیابان. و این دوست ما میبینید که با چه اعتراضی داره این رو بیان میکنه. برمی دارید اعتراض علیه اعتیاد یکی از عرصه‌های مهم مبارزات تو جامعه ایرانه و نهادهای اعتراض علیه اعتیاد نهادهای زیادی هست که تو جاهای دیگه مختلف تشکیل شده. قدم بعدی، اولین قدم فراخوان ما به این بخش از جامعه اینه که اگر میخوای خودتون رو رها کنید از این وضعیت، اولین قدم اینه که اعتیادتون رو ترک کنید. اعتیاد تو جامعه ایران یه امر کاملا سیاسیه و همونطور گفتم جمهوری اسلامی خودش توضیح کننده مواد مخدر هست و یکی از مبارزات ما علیه جمهوری اسلامی ترک اعتیاده. کانال جدید بفرمایید. درود به شما خانم شهلا دانشور، خسته نباشید، بهتون میگم و خدمت همکاران محترمتون فرهاد هستم. بله درود به شما فرهاد عزیز، بفرمایید. خانم دانشور اولش بگم خیلی امشب اذیت شدم، خدا وکیلی برای زنجیره اتاق پشت فرمان میدونم، ده بار بس میشم یه خط میشم، یه بس میشم یه خط میشم. بله متاسفانه اینجوریه. بله بله خوشحالم که تماس گرفتید و این بخش جنگ ماست، باید جنگید. این کانال صدای شما مردمه و به همین دلیل خسته نشید، هر شب این کارو بکنید. درود به شما و خوشحالم که صداتون میشنوم. بفرمایید. ممنون خانم دانشور، در رابطه با موضوع برنامه امشبتون اگه یادتون باشه، خب این روحانی پس فطرت اولی که اومد بخواست رئیس جمهور بشه گفت من یه کاری میکنم که هم چرخ سانتریفیوژا بچرخه هم چرخ زندگی مردم بچرخه، ولی ایشون اومد سر کار و جالب اینجا نه چرخ سانتریفیوژاشون میتونه به چرخه با این توافقی که کردن به گفته خودشون که الان دارن تو سر همدیگه میزنن تو مجلس و ایور ور و نه چرخ زندگی مردم داره میچرخه، یعنی همون چیزی که تو دوره احمدی نژاد بود الان هم ما داریم. ما نتیجه گرفتیم که من خودم به شخصه میگم قبل از اینکه با این کامال آشنا بشم خودم از کسانی بودم که به روحانی رأی دادم، گفتم شاید یه فرشی بشه. ببین ثابت شد که دیگه مردمی که در صدای من نمیشنوید، ثابت شد که نه روحانی، اگر بهترین فرد اینا تو دنیا، بهترین آدمی که تو دنیا وجود داشته باشه بیاد تو مجموعه جمهوری اسلامی قرار بگیره نمیتونه کار کنه، یا نمیذارنش یا خودش از جنس اوناست. دولتی که معاونای رئیس جمهور قبلی تو زندانه، فرزند یکی از مؤسسینش رفسنجانی فرزندش تو زندانه به خاطر اختلاس ها و دوزی ها، گفتم منتظر پایان تحریما باشید، اینم تحریما قرار شد چیز لغو بشه که همه چیز سر جای خودشون داره گرونتر میشه، روز به روز دارن اقتصاد رو به قول خودشون مقاومتی میکنن، قیمت حامل های انرژی رو دارن به دلار حساب میکنن با مردم، ولی حقوقی که به مردم میدن که مایحتاج خودشون رو به دست بیارن و زندگیشون رو به چرخونن به ریال حساب میکنن با مردم. اگر مشکلات اقتصادی داره حل میشه، اقتصاد مقاومتی دیگه چیه؟ کاهش تورمی که دولت داره ازش دم میزنه ما که چیزی نیست تو زندگیمون، برق گرون شد، آب گرون شد، تلفن گرون شد، بنزین گرون شد. بعد خانم دانشور یعنی این دولت هر تاکراش شما بخوای حساب کنی همش مشکله، از جاده های نامطمئنش که سالی 800,000 تا کشته تصادف کشته ای میده، از بخش بیمارستان و بهداشتش که همونجور الان مثلا چند روز پیش آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اومده مصاحبه کرده که میگه به ما فشار میارن که دنبال پرونده بابک زنجانی رو دیگه نگیریم، کش ندیم،
و حتی تو پرونده های زمین خاری کشور که 600 تا پرونده تو منابع طبیعی کشور به اصطلاح تشکیل شده به حق مردم هست و اینا با ما به شما داره که اینا رو چش ندید، یعنی اگر هم بخواییم مثلا دنبالش رو بگید رسانه ای نکنیم ببینید زمین خاری. در اومده در مورد بابک زنجانی گفته که اگر دوستیش که محرف شده چرا دادگاهی نمیشه، مردم این ازش بخواهم چرا دادگاهی نمیشه، اونم در ملعه هم دونه چش میگه با ما فشار میارن، ما نمیتونیم زیر گروه های فشار جوابگوی مردم باشیم. من میخوام از آقای پور مختار بپرسم، آقای پور مختار اینایی که به شما فشار میارن کیا هستن؟ چرا نمیتونید بیاید اسمشون رو بگیرید؟ مگر میشه من یه فرد عادی بیام به تو فشار بیارم که بابک زنجانی رو الیول نکنی؟ خب بگو از کجا داره آب میخوره، بیا به مردم بگو که مشتبه داره به من فشار میاره، بگو که خامنه ای داره به من فشار میاره میگه اگر حرف بزنیم اتاقت میبرم. علیکی چرا مردم رو میپیچونید؟ همین الان طبق آماری که خودشون دادن 500,000 تا دانش آموز به جمعیت دانش آموزان پایه ابتدایی امسال اضافه شده ولی کلاس ها و مدرسه ها همونی که بوده از پارسال. یعنی چی؟ یعنی کلاس ها رو شلوغ‌تر، ازدحام بیشتر شده کلاس ها. و حرف آخر که زیاد وقتتون رو نگیرم، یه بیزنس رو فراموش نکنید. مردم خواهش میکنم با خانواده بیاید فکر نکنید با یک ساعت و دو ساعت این رژیم از بین میره، بیاید رو خواسته هاتون بمونید مثل مردم من. و یه نکته هم میخواستم بگم که خانم دانشور دولت تون فهمیده 13 مهر جدیه، از الان یه سری شایعات داره حساب تو میل مردم پخش میکنه که یه سری اختلافات بینه مثلا طرفدار سلطنت طلب و کمونیست ها مثلا چپ به وجود بیاره که مردم توی تظاهرات به شکست بخوره، یعنی مثلا سلطنت طلب بگه من با اون میرم، کمونیست بگه من با آقا روزی که میای برای اعتراض نگاه نکن به غلطی سلطنت طلب نمیدونم طرفدار هم کیه، دشمن رژیم دوست ما. پس اینو مطمئن باشید که خانم دانشور من یه برادر دوقلو دارم که الان سرقنی مسائل بین ما اختلاف افتاده، یکی از مسائلی که بین ما اختلاف داره لطفا شما توضیح بدید سر پرچم آینده کشور تحت حمایت تحت حکومت کمونیست کارگری چیه؟ چه پرچمی انتخاب خواهد شد؟ تمامیت ارضی میگن آقا میگن کمونیست به تمامیت ارضی اصلا مهم نیست براشون، میگن آب چیه خاک چیه؟ اینا رو لطفا توضیح بدید که ما بتونیم جواب بدیم به اینا و تو دهنشون بزنیم. اگه سوالی دارید من خداحافظی میکنم. متشکرم، درود به شما. بله سوالات بسیار مهمی رو مطرح کردید ولی 2-3 دقیقه بیشتر به برنامه ما باقی نمونده. بله پرچم ملی که بر اساسش زندان میکنن، اعدام میکنن، تحت عنوان وطن فروشی نمیدونم محاکمه میکنن، جنگ را میندازن، ما نداریم. پرچم دولت آینده رو خود ما مردم بلند میکنیم و اونم پرچم آزادی و برابری. پرچم ما آزادی برابریه، پرچم ما انسانیته. اگر میخواد بگید پرچم ما کمونیست‌ها چیه، انسانیته، آزادی برابریه، جامعه‌ای بدون تبعیضه، زن و مرد برابرن، اینا پرچم ماست. پرچم ما یک دنیای بهتره، نه شیر و خورشید، نه پرچم نمیدونم مار خفته و مار بیدار شده، اینا پرچم ما نیست. من از خاک دفاع نمی کنم، من اینا همه خرافه است. با خاک و وطن و مرز و پرچم و اینا پدر ما رو در آوردن. تحت این عنوان دوستی بین کارگر و سرمایه‌دار را میندازن به عنوان سرمایه‌دار ملی و سرمایه‌دار خارجی، به عنوان سرمایه‌دار کرد فرض کنید خیلی خوبه، سرمایه‌دار فارس بده، سرمایه‌دار ترک خیلی خوبه، سرمایه‌دار فارس بده. همه این ما کارگران هم سرنوشتیم، از هر ملیتی، از هر نژادی، تو هر کشوری، چه فارس باشیم، کرد باشیم، ترک باشیم، لور باشیم، بختیاری باشیم، فارس باشیم، عرب باشیم، فرانسوی باشیم، انگلیسی، هر جایی باشیم هم سرنوشتیم. ما مرد، ما کارگران باید با هم متحد بشیم، بساط کل سرمایه‌داری رو تو جهان از بین ببریم و تو کشورمون علیه این بساط. شما دیگه چی میخواید؟ مگه کم دیدید که به خاطر منافع یه طبقه حاکم، سرمایه‌داری حاکم تحت عنوان همین پرچم و ملیت و قومیت چه به سر مردم آورده، چه جنگا رو انداخته؟ شما از من چی میخواید؟ اون وقت اگر من این حقایق به شما نگم، شما اون وقت
به بیراهه رفته دوست عزیز. با همین جسارت و با همین قاطعیت جواب برادرتون و همه کسانی که میخوان تفرقه قومی و مذهبی و نجات بندازن جواب بدید. مردم عراق اومدن میگن نه قومی نه مذهبی، نه شیعه نه سنی، حکومت سکولار، حکومت انسانی، حکومت برابر. و من میگم شعار ما مردم ایران دقیق ترش اینه که نه قومی نه مذهبی، حکومت انسانی. اگه میخوایم بگیم که چی میخوایم تو یک جمله، یه حکومت انسانی، یه حکومت شایسته انسان. این حرف ما، شاخص ما انسانیته و بر اساس این جامعه رو میخوایم بسازیم و رو دوش خود ما مردم میخوایم بسازیم. به هر حال وقت برنامه پایان گرفته. متشکرم که اومدید تو برنامه صحبت کرد. متشکرم از فرهاد عزیز. جمهوری اسلامی با تمام دار و دسته هاش باید از بین بره. مسئله ملاها نیست، حکومت روحانیان نیست، مسئله طبقه حاکم، سرمایداری حاکم ایرانه که با صنعت مذهب بدترین و وحشیترین حکومت رو بر جامعه حکومت کرده. به هر حال تو برنامه های مختلف رو اینا صحبت میکنیم. درود بر شما عزیزان و متشکرم که اومدید پرشور صحبت کردید.